خب سلام سلام به برای بچه های خوب جامعه شناسی پایه با یه تاخیر یه ربع در خدمت دوستان هستیم. من عذرخواهی میکنم بابت اینکه جلسه اول اینجوری تاخیر وجود داشت، البته کلا یک ساعت و نیم در خدمتتون هستیم، ولی من از بچه ها خواهش کردم که 5 دقیقه بیشتر باشیم، یعنی 4:35 ان شاء الله کلاس امروز رو تمام میکنیم. بچه ها امروز البته روز معارفه مونه، میخوایم با هم آشنا بشیم، یه مقدار یه مقدار توضیح بدیم راجع به سبک کارمون، اگه برسیم ان شاء الله درس رو هم آغاز بکنیم. در بحث پایه البته بچه‌ها در واقع توی تاملند این کار جدیدی نیست، تاملند اصولا کلاس داشته، ولی توی بحث انسانی ما تا به حال در واقع سیستم پایه رو شروع نکرده بودیم. من لازم هستش که اول به شما خوش آمد بگم به کلاس تاملند و اسم منم که حتما میدونید پیمان بیگدری هستم، مدرس جامعه شناسی و تاریخ جغرافیایی تاملند. خیلی خوشحالم شما عزیزان رو میبینم، البته میبینم که متقابله به خاطر اینکه این انرژی همون با هم دیگه ارتباط داره و خواهید دید توی کلاس آنلاین که حتی از کلاس حضوری هم این انرژی بیشتر است، یعنی خیلی حضوری تر از هر کلاس حضوریه. حالا در طول جلسات بعدی این حس رو خواهیم داشت. ما این دو هفته اول رو در واقع که توی تابستون گذاشتیم، خب میدونم که اکثر بچه‌ها مدارس رو در واقع از مهر قرار شروع بکنن، احیانا شاید حالا توی بازی تابستون کلاسی رفته باشن. بچه‌ها صدای من خوبه؟ مشکل صدا تصویر که نداریم ان شاءالله. ولی این دو هفته رو گذاشتیم که هم با هم مقدار آشنا بشیم، هم سبک کارمون رو بدونیم، چه کارهایی قرار انجام بدیم، منابع چه می‌خوایم داشته باشیم، و اصلا مهمتر بچه‌ها این که بدونیم که خط یک سالمون قراره چه باشه، اهمیت برسه کلاس کجاست و مواردی از این دست که یه استارتی در واقع زده باشیم که ان شاءالله دیگه از مهر وقتی شروع کردیم اون یکی دو هفته اول هم از دست ندیم و روتین بریم جلو. گفتم این تجربه جدیدیست بچه‌ها به خاطر اینکه در تاملند کلاس پایه برای رشته‌های ریاضی تجربی بود، اما انسانی در واقع امسال اولین سالی است که ما کلاس پایه مجزا گذاشتیم و معمولا در سال گذشته اگر کسی پایه می‌خواست ازش خواهش می‌کردیم که از بخش‌های مربوط به کنکور استفاده بکنه، که خب چون بخش پایه هم توش هست، اما امسال به صورت مجزا اومدیم رو پایه چون بحثای مهمی راجع به پایه داریم که باید انجام بدیم. یه سری صحبت هست امروز بچه‌ها باهاتون می‌خوام انجام بدم. می‌دونم الان مشتاق نشستید که کلاس رو شروع بکنیم بریم سر درس، بالاخره درد یه ربع هم که معطل شدید و پیش خودتون دارید فکر می‌کنید که چرا زودتر شروع نمی‌کنه درس دادن فلان اینا، نترسید درس هم شروع می‌کنیم. درس هم خیلی سنگینه، خیلی خوشگله، خیلی باحاله، ولی اول صحبتامو امروز گوش بدید. یه چیزی هولوش تقریبا 3 ربع ساعتی بعد توضیحاتی بدم بهتون. در جلسات بعدی دائما سوالاتی براتون پیش میاد که تو این بازه در واقع جلسه اول اینها رو من براتون توضیح میدم همرا. حتما ان شاء الله سعی میکنم که یکی تدریس هم داشته باشیم، سعی میکنم هر چی میشه خلاصه تر باشه، چون به هر حال سری توضیحاتی که مثلا در کنکور بود تو تحلیل و اینا اینجا نداریم، اونجا معمولا 2 ساعت 1 ساعت و نیم طول میکشه توضیحات اولیه‌مون، و البته خب چون طول کلاس بیشتره، ولی برای شما فکر نمی‌کنم بیشتر از حالا میگم 3 ربع ساعت یا 1 ساعت بشه توضیحات، حد اکثر میخوام حوصله کنید بشینید قشنگ گوش بدید و به سری از سوالاتتون اینجا پاسخ داده خواهد شد. بچه‌ها اگر احیانا بر بچه خوبمون از خونه هم سوالی داشتن تو چت روم گذاشتن، همینجوری لابلای کارا به من اشاره بکنید بگید که من توضیح بدم. البته اینم بگم خدمت عزیزان که اساسا در کلاس ما عادت داریم که یه تایم کوتاهی حدود 10 دقیقه 12 دقیقه به چت روم اختصاص میدیم، بسته به فراخور بسته وضعیت بچه‌ها کلاس کاملا بسته پرسش در اون زمان آزاده، میتونن بچه‌ها بپرسن پرسشایی که به اصطلاح مربوط مطالب کتاب است و مطالب کلاس است رو با هم کار می‌کنیم. من از بچه‌ها میخوام فقط اول از همه به من صفحه در واقع تحلیل رو بدن که من یه صحبتی با بچه‌ها داشته باشم. بچه ها این تره درس رو اول رد بکنید، تره درس رو بعد میبینیم با هم دیگه. نه همین سفر رو بزنید، همین رو کار دارم. آره بعدش آخرش تره درس دیگه، اون چیز استری تره درس هم نمیدونم جزء این گذاشتم براتون یا جداست، اونم حواستون باشه که بعدش میخوایم ببینیم. بچه یه سری آیتم هستش میخوام راجبش توضیح بدم و در واقع اینها موارد مختلفی است که برای شما بسیار مهمه. آنچه که به شما میگویم بچه ها، من نمیخوام داستان بگم و رمان ها اینا، اون دوستایی که با من کار کردن میدونن که خب به خاطر اینکه ما عادت کردیم تو کار کنکور کار بکنیم و فشرده کار بکنیم، میرم سراغ اصل مطلب در واقع، و ممکن آدا یه ذره گاهی زمان برتر باشه، ولی به هر حال راجع به اون موضوع خاص میخوایم صحبت بکنیم. بذارید بلافاصله بریم سراغ موضوع درسمون و کلاسمون و این کلاسی که با هم دیگه داریم، جامعه شناسی پایه 11. اساسا بچا اهمیت این جامعه شناسی پایه کجاست؟ چرا ما برای اون شدیم که در واقع جامعه شناسی پایه بذاریم؟ میدونید که در واقع بناست که از امسال نمرات در واقع تشریحی بچه‌ها به صورت جدی در ورود به دانشگاهشون نقش داشته باشه و ما هیته تخصصیمون در واقع، در البته تاملند هیته‌های
هم داره، ولی ایده تخصصی که ما کار میکنیم، یعنی بنده مثلا به طور اخصی گروهی که ما هستیم در واقع در شاخه بسان انسانی اینها، تدریس کنکور هستش. بنابراین ما اساسا در واقع بچه ها رو برای کنکور آماده میکنیم یا به هر حال برای ورود به دانشگاه، و چون اهمیت پایه داره مداوما بیشتر میشه، ما هم بر اون شدیم که حتما نیاز به کلاس های پایه خواهد بناست که در واقع نقش پایه توی بحث تشریحی ها زیاد بشود، یعنی آزمون های تشریحی که برگزار میشه در گزینش فرد برای دانشگاه نقش داشته باشه، چیزی که تا به حال نبود. البته که بود ولی به شکل مثبت بود، یعنی معمولا معدل سال آخر، همون سال در واقع کنکور که به صورت نهایی برگزار میشد، مبنا قرار می گرفت در یه درصد حدود تقریبا 25%، حالا بعض سال هم که تا 30% رسید، به صورت مثبت البته، یعنی اگر میتونست ارتقایی به بچه مثلا بده، حالا به خصوص تو بعضی چیزا هم تو دروس مرتبط می آوردن این رو اگر رشته بس یکی بود، ولی در عمل کنکور بود که بیس اصلی بود. منتها خب میدونید که در تغییر و تحولاتی که نه شدم ندونید نمیدونم البته اگه پی دنبال کرده باشید میدونید بچه کنکوری میدونن، در تغییر و تحولاتی که جدیدن اتفاق افتاد بچه بنا شد که سهم پایه زیاد بشه. برای این شما از دو جهت روی پایه باید حساسیت داشته باشید، و برای شما به طور اخص منظورم از پایه 11 چون دهمتون که گذشته، حالا به هر حال اونو دیگه باید بذارید سال بعد توی کنکور، هم توی خود بحث امتحان تشریحی، به خاطر اینکه اونقدر دوستان مشغول هی اضافه کردن به کار هستن که خیلی هم بعید نیست ناگهان در واقع تصمیم بگیرن 11 رو هم در واقع به پکیج درس اضافه کنن، هرچند قراره که سال به سال این اتفاق بیفته و امسال برام 11 وجود نداشته، ولی بعید نیست همچین کاری بکنم. من اصلا نمیخوام تو در شما نگرانی ایجاد بکنم، چون اصلا برام اهمیتی نداره که اینا این کارو بکنن یا نه. آن کاری که ما میخوایم سر کلاس خودمون انجام بدیم اونقدر قوی هستش که بتونه پایه شما رو برای این کار پوشش بده، و احیانا حالا اگر درصد پایین اینا بخوان این کارو بکنن، ولی حتی اگر این کارم نکنن که خب احتمال زیادم نباید اینجوری باشه، روال اینه که باید فقط 12 برای شما فعلا لحاظ بشه. اما یه چیز حداقل هستش بچه‌ها، اونم این هستش که شماها یک بخشو لازم دارید، 11 رو در کنکور لازم دارید، البته 10 هم به همین ترتیب، ولی الان که داریم میریم جلو ما نمیدونیم کنکور قراره چه شکلی به خودش بگیره، امکان داره. ببینید اینه که من دارم میگم همش گمان زنی است، تقصیر منم نیست گمان زنی میکنم، اما به خاطر اینکه سیستم رسمی هنوز درست اعلام نکرده، یعنی آیین‌نامه اینا نداده، ولی امکان داره کنکور برگزار بشود، بعد ما ببینیم سهم دروس 12 به دلیل اینکه در امتحان تشریحی هم هستن و به صورت نهایی هم هستن توی کنکور کم شده، سهم پایه زیاد شده. فهمید چی شد؟ یعنی بودجه بندی همیشگی کنکور که به متمایل به 12 بود تبدیل بشه به تمایل به 10 و 11، و بخش 12ش ضعیف بشه، چرا که توی معدل هم 12 هست که در واقع اهمیت 12 رو اینجوری بالانس بکنن با پایه. خیلی امکان این وجود داره، اتفاقا این از اون مواردی است که سازمان سنجش خودش رسما میتونه این کارو بکنه، چون در برگزاری داخلی کنکور بودجه بندی ثابتی نداره، برای درس‌های مختلف فرق میکنه. فرضاً درسی که خود من درس میدم سهم جامعه شناسی پایه 11 و 12 تقریبا یکی بوده، حالا با یه فاصله خیلی کوچیک 12 بیشتر بوده و 10 معمولا کمتر از اینها بوده، ولی در همین سال 1401 کنکور برگزار شد، همین تیر ماه که کنکور برگزار شد، سهم 10 هم مثل 11 و یه ذره بیشتر شد برای اولین بار بعد از چندین سال این اتفاق افتاد. اصلا تعجب برانگیز بود و هیچ کی نمیتونه به سنجش ایراد بگیره ها، چون اونا خودشون تشخیص میدن چجوری طراحی سوال بکنن، یعنی این دیگه داخلیه به اساس سازمان سنجشه. من بعید میدونم دیگه مثلا چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، چون یه چیز ریزه دیگه، آیین‌نامه اجراییه در واقع، مثل اینکه من مثلا چه پیرنی بپوشم و دیگه اختیارش با خودم، حالا دیگه میدونین چی دارم میگم دیگه، سیستم آموزش پرورش نیست که از بالا بخواد اینو بگه، دقیقا این چی شد. پس خیلی این امکان بچه‌ها وجود داره. همه این حرفا رو زدم بچه‌ها، نمیخوام سرتون رو درد بیارم، به قول چیزا اطاله کردم نمیخوام بدم، همین حرفا زدم تا به شما بگم که بچه‌ها اهمیت پایه به طور مداوم در حال افزایش هست، و خیلی امکانش هستش که شماها برای سالی که در واقع پیش رو داریم در پایه در واقع مجبور بشید که بهتر بخونید کار رو، چون در کنکور سال بعد مثلا سهم بیشتری داشته باشید، این خیلی محتمله. البته ما در سال آخر وقتی کلاس‌های کنکور داریم، نه فقط ما، دوستان دیگه هم که کلاس کنکور دارن همینجورن، خودتون تو مدرسه‌ای هم که هستید، حالا تهرانی شهرستانی ترجا، اگر تدریس کنکور بخواد بتونه اتفاق بیفته براتون اتفاق بیفته، خب اونا سپایه رو کار می‌کنن باهاتون، این البته هست،
و در واقع مثلا ما خودمون سبکمون اینجوریه که فکر می‌کنیم بچه اصلا از صفر اومده دیگه، یعنی دانش بخش میگم بچه‌ها مثلا دانش آموز در واقع دانش آموز از صفر اومده. ولی به هر حال بچه‌ها اینو در نظر بگیرید که چون کشور عجایب هست اینجا و هر آن امکان داره یه اتفاق جدید بیفته، ما باید حداقل آپدیت باشیم و گوش بزنیم باشیم. من یه تجربه شخصی بهتون بگم، اگر ما کارمون رو توی دروس و رشته خودمون خوب انجام داده باشیم، هر اتفاق بالا پایینی بیفته به ما صدمه نمیزنه. یعنی دانش آموزی که توی دهمش توی یازدهم دوازدهمش قدرتمنده، حالا میخوان هر قانونی هم بزنن او آسیب نخواهد خورد. دقت کردیم؟ دانش آموز متوسط ممکنه صدمه بخوره متاسفانه، دانش آموز ضعیف که 100% صدمه میخوره، ولی دانش آموز قوی نه ضربه نمیخوره. و دانش آموز قوی بچه‌ها ژنش قوی نیست، خودش داره کار میکنه. این پشتکار، این کار کردن، این تدریسی که داره براش انجام میشه و او یاد میگیره، این موفقش میکنه. پس بنابراین بیایید با هم دیگه امسال رو 11 رو محکم کار بکنیم، حداقل تو این درسی که با هم هستیم. حالا کلاسای دیگه تون هم با هر کدوم از همکارا که هستید. خب پس این اساس اهمیت که کاری که میخوایم انجام بدیم کار مهمی است. بیخود نیستش که ما این دوره رو گذاشتیم، چون فکر میکنیم و حدس میزنیم که مسیر در واقع به سمتی میره که نقش پایه‌ها خیلی بیشتر بشه. تو پرانتز یه چیزی هم به شما بگم، حتما بچه‌هایی که اینجا هم هستن میدونن، سویچر هم اینجا میدونن، شما حتما میدونید که با کنار گذاشته شدن عمومی ها از کنکور و رفتن عمومی ها در بخش فقط امتحان نهایی، قطعا اختصاصی بازم نقشش مهمتر خواهد شد و جامعه شناسی از درس اصلی اختصاصیتونه. میگم درس اصلی یعنی اینکه درس بیسه، درسیه که درصد بالا میخواد، درسیه که قدرتمند باید توش باشید تا بتونید که عرض اندام بکنید در برابر رقبایی که میخوان تو رشته‌های خوب برن در دانشگاه تاپ. این یک مسئله. پس پایه از این جهت اهمیت داره. مسئله دوم، ما قرار است که چه کاری انجام بدیم، شیوه کار ما چیست. ببین من اصلا آمار اینا نیوردم، من همه رو گفتم بر اساس منطقی که داریم توی مملکت پیش میریم، بر اساس اون بهتون گفتم شیوه کار ما چیست. بچه‌ها ما قرار هستش که با شما هفته یک جلسه یک ساعت و نیم خدمتتون باشیم. حالا به فراخور اگر احیانا نیازی به فوق العاده هم باشه ممکنه بذاریم، ولی چون سالمون در واقع به صورت روتین تا اردیبهشت ماه خواهد بود، من فکر نمی‌کنم که مشکلی از جهت زمانی بخوریم و روتین در واقع پیش می‌ریم. و این در واقع میزان درساتون، نمیدونم کتابتون رو دیدید یا نه، کتاب 11ام رو، کتاب 11ام بچه‌ها در واقع فعلا این نسخه پی دی افی که هستش و به احتمال در واقع همینم توضیح خواهد شد توی چیز، من خبر ندارم چاپ شده اومده یا نه، چون امروز همین شهریور میاد، ولی پی دی افشو خب به هر حال ارائه کردن مدتی است و این نسخه تغییرات خاصی نسبت به سال گذشته نداشته. بنابراین ما همچنان 15 درس داریم، 15 درس جوندار داریم. اتفاقا در نظام قدیم هم این بوده، اونجا پیش دانشگاهی بود، الان برای شما شده 11ام و بسیار مطلب داره. و بچه‌ها میدونم برای شما بسیار کلاس سخت خواهد بود، نه به خاطر اینکه ما کار سختی انجام میدیم، چون شما الان مدتی است که به خاطر اون وضعیت کرونا و اینها سختتونه اینجوری بشینید یه کلاس جدی و محکم داشته باشید، من اینو میدونم. با این وجود بچه‌ها اینو بهتون قول میدم که اگر یه ذره ذهنتون رو باز کنید و اجازه بدید که با هم دیگه جلو بریم، نتایج بسیار خوبی خواهیم گرفت و کلاس بسیار براتون هم مفید خواهد بود، هم انشالله لذت بخش، به خاطر اینکه شاید تعجب بکنید، چون مباحثش مباحث باحالی است، مباحث قشنگیه در واقع، یعنی این چیزایی که دوستان نوشتن و چالش های جالبی توش هست. خب البته همش هم درست نیست، ولی به هر حال مطالب درسی جالبی توش داره. به نظرم اونایی که کتابو ندیدن در واقع بعد که بریم خودشون تصدیق خواهند کرد که حالا بچه‌ها میگن میشه آقا، مگه درس مگه جذاب میشه؟ آره درس هم جذاب میشه، حالا بریم جلو میبینیم. خب شیوه کار ما چی هستش بچه‌ها؟ ما هفته یک جلسه یک ساعت و نیم در خدمت شما خواهیم بود. توی این جلسه بچه‌ها ما چند تا چیز مختلف رو کار میکنیم. طبیعتاً این 15 درس رو که باید کار بکنیم، این که یه چیز بدیهی است، تدریس میکنیم، در دو بخش هم معمولاً تدریس میکنیم، حالا جزئیات رو بعد میبینید. یه بخش خود کتاب درسی، اون درس رو داریم اسکنش رو، حالا فعلا یکی دو هفته اول تو جزئیاتون اینو گذاشتیم، ولی بعدش دیگه فقط در پاوری که سر کلاس کار میکنیم خواهد بود. و چون دیگه کتاب درسی شما دارید، نیازی به اون نسخه نداره دیگه حجم اضافه جزئیات بخوایم بذاریمش، ولی تو پاور داریم، چون من اینجا باید مثلا روش کار بکنم. و یه بخشم در واقع جزوه‌ای که من تهیه کردم که اون جزوه تکمیل کردنی، باید با هم تکمیل بکنیم. و از دختر پسرای خوبم خواهش میکنم که حد الامکان آنلاین ها سر کلاس رو شرکت بکنن تا جایی که میشه، و اینجوری نباشه که مثلا بعدن بیان فقط مثلا بخوان حالا جزوه مثلا پر بکنن. به هر حال حضور در کلاس به صورت آنلاین هم امتیاز داره براشون، امتیاز ملموس داره ها، یعنی امتیاز میدن و نمیدونم یه سری مثلا برای پوانای برای ثبت نامای بعدتون هست و اینجور داستانا، اگه مثلا بعد در تاملند بودید و اینها جوایز داره این حرفا.
ولی غیر از اصلا اون بخشش، یه چیز خیلی مهمتر بچه‌ها این هستش که حضور شما در واقع واقعاً 60-70% کار تو آنلاین انجام میده. وقتی که کلاس باشی تو آنلاین با آفلاین خیلی فرق میکنه. سوالی پیش میاد، سوال میپرسید، چالش میکنید همون زمانه در واقع. و واقعاً عین حالا تشبیه خوبی نیست، ولی عین تفاوت نون مونده و نون بیات و مثل نون تازه میمونه. خب حالا دوشی که من نگاه نکنید، فکر نکنید همین چیزا به خوراکی میام چیز میکنم مثلا تشبیه میکنم، ولی میخواستم اینو به شما بگم که واقعا تفاوت داره. یعنی من دیدم فقط آفلاین میدیدن، گفتم تا اونایی که آنلاین رو میدیدن بعد میرفتن مرور میکردن. پس لطف کنید حد امکان تا جایی که میشه جزوات رو که جزوات شماره ایه دیگه، جزوه یک، جزوه دو، اینها. حالا ممکنه یک جزوه رو تو دو جلسه کار کنیم، تو سه جلسه کار کنیم، بستگی داره دیگه به حجم اون درس. خب طبیعتا تو یک جلسه هم یه درس معمولا کار نمی‌کنیم، معمولا توی یک جلسه کمتر از یه درس می‌رسیم کار کنیم. ببینید بعضی از درس‌های 11 هم که خب خیلی حجم و سنگینن، بعضی‌هاش هم نه اونجوری نیست، ولی به هر حال جزوات شماره‌ایه. و خب طبیعتا وقتی وارد میشیم میگم که خب حالا این جزوه درس فلان هستش که خب شماره خودش دیگه، مثلا میگیم درس 3 جزوه شماره 3 است. ما اینا رو کار می‌کنیم. بعد شما آنلاین رو سر کلاس شرکت می‌کنید، پر می‌کنید. اگر جزوه رو قبلش پرینت گرفته باشید یا حالا دانلود کرده باشید پی دی افش رو، میتونید رو برگه تکمیل کنید یا این پرینت گرفته باشید رو پرینتتون. اگر نه میتونید که برگه مثلا چیزی بذارید بنویسید، یا نه حواستون رو بدید به کلاس، تو تست اینا مشارکت کنید، تو آفلاین دوباره تکمیل بکنید. حتما، چون نیاز یک بار آفلاین رو ببینید. این حداقلشه که باید کار بکنید، چون یه مرور به هر حال لازم دارید دیگه که مطالب ذهنتون بشینه. چه میزان ساعت باید بذارید و منابع چی هست و اینا رو الان تو آیتم‌های بعدی اینا رو همه رو توضیح میدم. خب جزوه و تکلیف چگونه هستش؟ گفتم خدمتتون جزوه بچه‌ها در واقع دو بخش هستش همیشه. یک بخش، بخش در واقع الان سه بخشه ولی بعد میشه دو بخش. یک بخش، بخش جزوه درسی است که خلاصه در واقع، حالا خلاصه که چه عرض کنم، برداشت مطالب هستش از توی جزوه، نمیتونم بگم خلاصه چون کتاب خلاصه نشده توش، محتواش رو در واقع کار میکنه، محتوا رو من تدریس میکنم براتون که شما اونجا اون رو باید تکمیل بکنید. یه چند تا یه سری تست هم توش داره به فراخور اون مطالب. بعد یه جا دیگه کات میشه اینها، ما بقیه تستا، تستایی است که در انتهای جزوه هست، شما دارید، در اختیار دارید. من سر کلاس دیگه اونا رو کار نمیکنم. فرض کنید مثلا اگر یه جزوه به شما دادیم 40 تا تست داره، 50 تا تست داره، همین جزوه که الان هستش تو پنلتون هست، من اینجا مثلا 10 تا 15 تاشو کار میکنم و یه نقطه میبینید میرسم میگم خب آقا این درس تموم شد، تستاش تموم شد، میریم درس بعد، به اصطلاح پاورش تموم شد. چرا؟ چون شما همیشه یک تکلیف اضافه بر سازمان دارید و اون تکلیف تستاییه که خودتون باید بزنید توی خونه. وقتی یک جزوه تموم میشه، جزوه یک درس، شما تستاشو بعد میزنید، تستای انتها. اینو هر هفته من تو تکلیف میگم، لازم نیست شما الان حفظ بکنید. در واقع اگه تکلیف رو دنبال بکنید اونجا می‌نویسم مثلا تکلیف شماره 1 مرور فیلم و جزوه این هفته، تکلیف شماره 2 پاسخ به تست های جزوه مثلا درس 1. این یعنی چی؟ یعنی که شما باید برید تستای انتهای جزوه رو، اونایی که سر کلاس من نمیزنم رو بزنید. این تکلیفتونه. این تستا بعضن تالیفیه، بعضن تست کنکوره، بعضن تستای آزمونه آزمایشیه، تست جوندار و خوبیه. تا جایی هم که شده کم خطا هستش، تستای به روزی هم هست بچه‌ها. و به همین دلیل ما جزواتمون رو معمولا اینجوری است که همه رو در اختیار بچه‌ها قرار بدیم، خرد خرد میدیم به بچه‌ها. و حالا البته براش خب برای 15 تا جزوه درسی اصلی میشه دیگه بقیه‌اش جزوات مثلا سوالا و سال تشریح و ایناست. ولی در واقع خیلی از بچه‌ها همش از اول میگن آقا چرا یو نمیدی این جزوه، مثلا این دیگه ما یه بار که خیالش راحت شه مثلا در اختیار داشته باشن. نه، ما خرد خرد میریم جلو به خاطر اینکه بچه‌ها ما به روز هستیم. بعد که شروع می‌کنیم درس دادن، شما می‌بینید توی مهرام مثلا ممکنه یک آزمونی که تازه برگزار شده از سوالاش اینجا استفاده بکنیم و سوالا رو حل بکنیم، چون توی جزوه می‌خوایم تستای هرچی به روزتر رو کار بکنیم، تستایی که مال بسا. و من تعمد دارم که تستا فقط تست من نباشه، که شما فقط به عادت نکنید به سبک من، بلکه هر نوع تستی که جلوتون گذاشتن اگه استاندارد بود بتونید جواب بدید. دقت کردید؟ اینه که ما سعی می‌کنیم تا جایی که میشه هم تستای بسا استاندارد و اینها رو کار بکنیم. البته جزوه شما فقط شامل درس و تست نیست، یه بخش تشریحی هم داریم که بسیار برای هممون مهمه، چون شما هم در ترمتون امتحان ترمتون تشریحی دارید، هم در امتحان پایان دیگه، یعنی امتحان به اصطلاح پایان سال. ولی تشریحی خب میدونید که این سبکش، تشریحی که برای شما برگزار میشه سبکش فرق میکنه با تشریحی که سالهای گذشته داشتید، یعنی به سمت کنکور داره میره، به سمت امتحان نهایی داره میره. برابری حتما باید فرمت امتحان تشریحی رو بشناسید. ما چون نمیخوایم که هر جلسه درگیر این داستان باشیم
و میخوایم که به اصطلاح یه مقداری مطالب جوندار باشه، یعنی مثلا یه درس دو درس جمع شه بعد سوالاشو با هم کار بکنیم، من اینا رو فاصله دار گذاشتم. یعنی اینجوری نیستش مثلا درس یک تست کار کنم تشریح، نه، درس یک رو با اون تستاش کار. خب تست به خاطر اینکه شما آزمون معمولا میدید دیگه، آزمون حالا گزینه دو دارید، قلمچی دارید، سنجشی دارید، هر چی گاج دارید، هر چی آزمونی که دارید میدید، مدرسه برتر دارید، ما تست پاس میزنیم با خود کارمون. بعد تشریحی ها رو هر یکی دو هفته یک بار، یکی دو جلسه مشتی، خلاصه برای فقط جلسه تشریحی داریم، یعنی سال تشریحی قرار کار بکنیم. حالا این که میگم یکی دو جلسه یه بار تو تر درس نگاه میکنید، این اینجوری نیستش که مثلا فرض کنید که لزوماً هر یک درس باشه یا دو درس دو درس باشه، نه، من اینو بسته به حجمای فصلا و اهمیتشون تقسیم کردم. دقت کردین؟ منتها جوری گذاشتم که شما به هر حال برای ترم یک تقریبا توی هر مثلا 5-6 هفته یه بار یکی دو جلسه تشریحی هم کار کرده باشید. خب اینا رو سر کلاس ما کار میکنیم. البته تشریحی هم سوالش این گونه خواهد بود که بخشش رو سر کلاس کار میکنیم، بخشش تکلیف شماست. اونجا هم باید سوال داشته باشید شما کار بکنید دیگه. خب این یک مسئله. پس جزوهتون بخشش مشخص شد. بخش سوم که گفتم فعلا وجود داره، کتاب درسی، کپی اسکن کتاب درسی، اون که مثلا درس هستش، اینا رو دیگه بعد حذف میشه چون کتاب درسی دیگه دست شما میاد، شما دارید. فقط ما داریم اینجا در واقع اسکن درسی رو، شما اون زمان که من میخوام اسکن کتاب درسی، چون ببینید من وقتی که جزوه کار میکنم یه سرم میذارم به کتاب درسی، میگم خب بچه بریم اسکنم یه نگاه بکنیم چیزی از قلم نیفتاده باشه، میریم اسکن رو میذاریم جلومون، کاری که معمولا تو مدرسه‌تون هم شما انجام میدید، و اونجا یه مروری میکنیم رو مطالب. حالا هم حالت خوانش داره، هم یه ذره مرور داره، هم اگر احیانا حالا یه نکته بخواد جا بیفته که نمیفته چون همه مطالب قبلش کار کردیم، ما بیشتر هم کار میکنیم از چیزی که برای تشریح لازمه، ولی به هر حال اونم یه تورق میکنیم که دیگه خیالمون راحت شه که درس یک بسته شد. آقا خط به خطش و نکته به نکته شما کار کردیم، محتواشو یاد گرفتیم، تستش هم زدیم، حالا بعد از اینکه دو جلسه تشریحش هم کار کردیم و حالا میتونیم بذاریمش کنار و بریم درس بعدی. خب تکالیف شما ولی به اینجا بچا ختم نمیشه، شما یکی دو تا تکلیف دیگه هم دارید. یک تکلیف دیگه که شما دارید بچا در هفته، البته اینا که میگم خیلی زمان بر نیست، بعد زمانش رو تو میگم چرا فکر نکنه وحشت نکنه چقدر قرار زمان ببره، یه تکلیف دیگه که بچه شما دارید این هستش که غیر از حالا مرور فیلم و جزوه و غیر از اینکه تستای انتهای جزوه رو بزنید، یک تکلیف دیگه استفاده از یه منبع کمک درسی است که این سالا خیلی باب شده، دوستان معرفی میکنن و ما هم حتما معرفی خواهیم کرد. آیا اجباری برای خرید این وجود داره؟ من میدونم تو خیلی از برای بچه های ما، بچه های هستن که از جهت اقتصادی وضعیت خوبی ندارن، شاید نتونن که کتاب تهیه بکنن. نه، اجباری وجود نداره، اگر بتونید بگیرید بهتره، ولی یادتون باشه چون تو جزوهتون من تستا رو قرار دادم و سال تشریحی هم خودم بهتون میدم، بنابراین لزوماً یه منبع حالا تشریحی یا تستی داشتن نیازی بهش نیست. ولی با این وجود من هم برای تست هم برای درس بحث تشریحی منبع بهتون معرفی میکنم که بتونید استفاده بکنید. حالا دل بخواه دیگه، میتونید منبع رو بخرید استفاده بکنید، منبع دیگری که دوست داشتین استفاده بکنید، نمیدونم حالا یا فکر نکنید حالا مثلا ما میخوایم مثلا چه کتاب مثلا خب ما رو یه انتشارات خاصی بفروشیم، طبیعتا خب اون چیزی که به اصطلاح بهتر هست من میگم، یکی دو منبع هم همیشه میگم که بچه‌ها هر کدوم دوست داشتن یا تونستن بخرن یا ارزون تر بود هر چی، و یا میتونید اگه منبع خودتون دارید استفاده بکنید. البته دقت باید بکنید که منبعی که میگیرید تک سال باشه دیگه، مال 11ام فقط باشه، نه منبع جامعه، چون اون فرق میکنه فرم تستاشو درسشو اینا. خب اینا رو همه رو تو آیتم تکلیف براتون مینویسم من هر هفته، الان درسته دارم توضیح میدم ولی اگرم ریزش متوجه نشدید بعد مینویسم که آقا تکلیفتون اینه، مثلا تستای کمک درسی، خب معلومه دیگه کتاب کمک درسی، تستای انتهای جزوه، یا مثلا سوالات تشریحی رو برید بزنید مثلا که خب در کلاس کار دادیم. آیا جزوات رو بعد دائما پرینت بگیرید سر جلسه بعد میایید سر کلاس داشته باشید؟ بهتر این کارو بکنید، برای اجباری توش نیست. واقعا اگه کسی از جهت مالی مشکل داره اشکال نداره با پی دی افش کار بکنه، این دیگه تخصص خود شماست. چون بعضی از دوستان ما میگن آقا این چه وضعی، تو چرا اینقدر جزوه به ما میدی؟ حالا جالبه آدم جزوه تست بده بعضی وقتا بعضی شاکی میشن. خب ما مجبوریم یه کار کامل انجام بدیم بچه ها، منم میدونم ورق گرون شده، کاغذ چی گرون نشده به جز جون انسان، بقیه چیزا در واقع اینجا توی مملکت ما گرون شده دیگه، اونا فکر کنم دیام رفته بالا، البته من دیگه رقم ندارم تو کار این چیزا نیستم و اینا. خب ولی واقعا میگم بچه‌ها، خب همه چیز بچه‌ها گرون شد، من اصلا این که شکی نیست، میگم ما جای دیگری غیر از ایران داریم زندگی میکنیم، ولی مجبوریم بالاخره بچه‌ها که از جرمنی سر بکنیم. ببین سر کتاب گفتم که اگه دوست داشتید میتونید بگیرید میتونید نگیرید، اینجا هم دارم میگم میتونید پی دی اف مثلا پرینت نگیرید، فقط پی دی افش رو استفاده کنید، پی دی اف جزوه رو میتونید حتی
بخشیشو بگیرید، مثلا تستا رو نگیرید چون تستا رو میخواد خونه بزنید دیگه، فقط جزاره که تکمیل کردنی پرینت بگیرید که ارزون تر دارد. دقت کردید؟ و من سعی میکنم حتما، چون عملا هم اینجوری میشه، چون در واقع ما مثلا یک جزوه رو معمولا یکی دو جلسه مثلا کار میکنیم، طبیعتا هر هفته دیگه نیاز نیست شما برید جزوه مثلا پرینت بگیرید و اینا، اینا هم یه چیز طبیعیه دیگه که تو روند اتفاق میفته. خب اینم از جزوه تکالیف. آزمونا بچه ببینید، ما به طور مداوم آزمون داریم در واقع، منتها اعلام میکنیم معمولا. یه آزمونه کویز مانندی هستش که حتما از دوستان باید بپرسم از کی این شروع میشه، چون ما خب برای کنکور اینو داریم، برای پایه باید بپرسم چه جوری سیستمش، از کی شروع میشه و چطوریه. ولی فارغ از اون من کار ندارم، اون حالا تامرا به صورت منظم معمولا میگیره. یه آزمون خود من دارم در واقع که معمولا هر به اصطلاح دو سه هفته‌ای مثلا برگزار میشه یا یک ماهی برگزار میشه. مبحث جمع باید بشه، یعنی اینجوری ما مثلا سه صفحه درس بدیم بگیم خب حالا فردا آزمون بگیریم، میدونیم خودمون که نمیخوایم مسخره بکنیم بچا، میخوایم که ببینیم محک بزنیم ببینیم چه کردیم، یاد گرفتیم یا نه. من خواهشم از عزیزانم این هست، هر سری که آزمون داشتیم، یه درس دو درس سه درس هر چقدر هست، لطفاً اول از همه کتاب درسیتون رو توی اون مبحثی که گذاشتم، مثلا درس 1 و 2 گذاشتم، درس 1 و 2 و 3، یه مرور روخانیوار بکنید که قالب دستتون بیاد. بعد بیاید روی جزوات کار کنید، جزواتی که دادم بهتون رو تکمیل کردیم اون درسو. اگر جایش رو اشکال داشتید به فیلمش مراجعه بکنید و بعد هم دوباره یه تست مثل مرور تست بکنید. این مرور تست میتونه شامل تستای انتهای جزوه باشه و اگه بخواید کامل بزنید و تستای کمک درسی. کسی که تست میکنه قسمت تستو میتونه فقط تست کمک درسی بزنه. زمانبندی بهتون میدم که چقدر طول میکشه. این یه مورد. آزمون اینجا نمیشتم یه معنی دیگه هم داره. سوالی که همیشه از من پرسیده میشه، مداما اینو میپرسن. حالا اینم برای شما حتما مطرح خواهد شد. هفته 2 مهر ماه مثلا. آیا میگدری شما تو تره درس گوشته بودیم ما درس 2 باید باشیم، فردا ما قلمچی داریم چیکار کنیم؟ بچه‌ها میخوام این جمله رو به ذهنمون بسپاریم. اینو تو کنکور هم گفتم، اینجا هم میگم. ما نه تعهدی به قلمچی داریم بچه‌ها، نه سنجش، نه گزینه 2 و نه هیچ کدوم دیگه از اینهایی که دارن کنکور برگزار میکنن. من خودم با اینها کار کردم سالها، با بعضیاشون خیلی سال، با بعضیشون یکی دو بار، بعضیاشون هم که حالا با هم دیگه ارتباط نداشتیم خب، ولی میشناسیم بالاخره کم و بیش. بحثی که هست اینه بچه ها، اصالت با کار درسی شماست. تمام این کلاس و نکته و تست و تشریحی و کتاب و همه چی داره کار میشه تا توی دانش آموز مسلط بشی رو مطالب. پس اصالت با توست. من دنبال اینم، من دنبال اینم که شما رو بچه ها به نتیجه برسونم. خب بنابراین من بچه ها نمیخوام لزومن برسونم شما رو به آزمون ها، درست شد؟ ولی به خاطر اینکه خیلی برای بچه ها حساسیت وجود داره، معمولا ما برنامه‌مون یه جوریه که جلوتر از آزمون ها هستیم، چون برنامه‌مون سوار برنامه آموزش پرورش هست و یه ذره هم جلوتر هستش، معمولا ما سواریم، در ما جلوتریم معمولا. ولی بچه‌ها اینو قول نمیدم بتونه، چون پارسال بود بعضی وقتا بچه‌ها میادن میگفتن آقا ما امتحانو میرسیم، کاش این جلسه میذاشتیم میرسیدیم. آقا راهو گم نکنیم. من وقتی مسیر دارم میرم، خب من مثلا مسیر استودیو رو داشتم میومدم، فرض کنیم 100 کیلومتر باشه، کیلومتر 20 که حواس آخر، خب کیلومتر 20 میخوام بنزین بزنم، ولی رسیدم 20 دیگه باید وایسم یا نگران باشم آقا تو کیلومتر 20 چه اتفاقی میفته؟ من کیلومتر 100 میخوام برم مقصد نهایی کجاست؟ اونو باید حواسم باشه. شما اولین مقصدی که دارید اینه که درس رو مسلط بشید، توی آزمون‌های ترمتون و پایان سالتون مسلط بشید. یک مقصد. دوم، اونقدر تسلط پیدا کنید که سال بعد که کنکور قرار بدید از این بتونید استفاده بکنید و فشار کمتری رو بیارید به خودتون. خب شما هر چی الان پکیجتون رو کار کرده باشید، اونجا فشارتون کمتر میشه، درسته؟ کار کمتری، انرژی کمتری میخواید بذارید تون سال بعد جلوی دیگه. یعنی شما 10 تا امکان بعد میداشتید، میتونید امسال بردارید 7 تا سال دیگه، یا همشو بذارید سال بعد بردارید، همه وزنا رو با هم بردارید، فشار بهتون میاد. این هدفه. ولی آزمونای آزمایشی هم چشم، ما سعی میکنیم تا جایی که میشه برسیم. ولی بچه‌ها یادتون باشه، من همیشه شعارمه، میگم که شعار نیست، یعنی عمل میکنم بهش. من خودم شخصا اعتقادم اینه که هیچ وقت کیفیت رو فدای سرعت نمیکنم که بخوام سری بگم بعد دانش آموز من بره بگه ای من که این مبحث رو بلد نیستم، پس این میگی داری چیو درس داد؟ اب نداره، دو تا آزمون قلمچی هم نرسه، دو تا فوش هم به ما بده، مسئله نیست. ولی حداقل یاد بگیره، یا اگه یاد نگرفته بدونه که من کارمو درست انجام دادم، اون نرفته بخونه. ما قصدمون اینه بچه، درست شد؟ ولی نگران نباشید، سعی میکنیم ان شاءالله اون
پوشش هم در واقع داشته باشیم. متو خواهش هم اینه که بچه اینو با من یک مسئولیت و وظیفه و نمیدونم خاص نبینید. من بعضی از همکار اصلا ناراحت میشم بهشون بگید، جدی میگم، یعنی معلمای تابلو ازشون بهشون برمیگه بگی آقا آزمون قرنطینه، عصبانی میشه اصلا. حالا من نمیگم اینو چون به هر حال میدونم بچه‌ها یه مقدارم استرس دارن، ولی اون آزمون بچه‌ها اصالتش یه باری ما یه امتحان گرفتیم بچه یه مدرسه، فکر کنید دو سومشون نمره نمیآوردن، بعد یه امتحان گرفتم دیدم همه نمره آوردن، بعدم آورده بودن آخه میگیم ما نتیجه گرفتیم فلان. خب معلومه چیکار کرده بودن سوالو، ماشاءالله به هر حال دیگه ایران هم که نمیدونم چه حسابیه که اگه ایرای تقلب وجود داشته باشه ما اول اونو میریم نه راست سالمه رو. بعد رفتم مشاورشو گفتم مسکی اینا توی دستکاری خلاص کردن، گفت بله تو همه آزمونشون بود. بعد رفتم سر کلاس گفتم ان شاءالله که درساتون مال خودتون. ای آقا شک دارید به ما؟ حالا بهشون برام میخورد. گفتم بچه ها من فقط یه چیزی به شما بگم، اونا کنکوری بودن ها، حالا شما که پایه هستید، گفتم توی تیر ماه که سر آزمون کنکور نشستیدم میشه این کارا رو کرد؟ سر خودمون چرا کلا بذاریم؟ یعنی این دوپین کردن ها جایی خوبه که بعدن پدر آدم رو در نیاره. من اگه قراره دوپینگ بکنم با دوپینگ برم توی مسابقه ای که 60 تا نمیدونم فرض کنید مثلا وزنه قراره بزنم، من اصلا جونشو ندارم، حالا با دوپینگ برم به اونجا راه پیدا کنم، اونجا چی کار میخوام بکنم؟ برم زیر وزنه مثلا چه میدونم مهرام مثلا ازم بپاشه بعد بگم ببین خودم رسوندم مسابقات فلان، سر خودم که نمیخوام کلا بذارم که. بنابراین بچه ها خودتون رو قوی بکنید توی درس. چرا فراری هستید از کارو بخواد انجام بده؟ چرا یعنی ما همه کار میکنیم گوشی و موشی و این حرفا، به درس که میرسیم میخوایم سریع یه دور لایی بکشیم؟ نه، اتفاقا همینه که برای شما میمونه، اتفاقا همین علمه که بعد کمکتون میکنه، اتفاقا همین علمه که خیلی جا کمکتون میکنه. میدونم که الان ذهنتون یه چیز دیگه است کلا، ولی کم کم به حرفای من پی میبرید. الان نمیخوام خیلی روش بحث بکنم بخاطر اینکه بحثش خیلی طولانیه و فرصتش هم نیست، ولی بچه‌ها خواهش همینه سر خودمون کلا نذاریم ها، یعنی سر مشاور و معلم اینا که میخوایم کلا بذاریم، سر خودمون کلا نذاریم، خودمون میدونیم چه خبره دیگه، درست شد؟ پس بنابراین بذارید کار خودمون رو درست انجام بدیم. اصل همین درساس، آزمون ها هم بهونه است، بقیه اش هم بهونه است، درست شد؟ اونا قراره یه کمکی به ما بکنه، یه فیدبک بده به ما که ببینیم وضعمون چجوری بوده. خب اساس سوال تستی و تشریحی همونجوری که عرض کردم، سوالای تستی که خب سر کلاس کار می‌کنیم، سوالای جوندار هم کار می‌کنیم ها، یعنی حتی بعضی وقتا از سطح 11 بالاتر سطح کنکور کار می‌کنیم، سوال کنکور اصلا کار می‌کنیم، به خاطر اینکه شما از البته الان که چه عرض کنم شما از سالای قبل هم تست کار می‌کردید، چون آزمونا خیلی وقتا بچه‌ها آزمون دهم هم میدن. حالا این درسته غلطه رو من کار ندارم، اصلا منم نه مشوقش بودم نه این سیستم رو ایجاد کردم، ولی به هر حال این چارچوبی است که فعلا شکل گرفته دیگه، برای باید تبحرش رو داشته باشیم. من ترجیح میدم اگه قراره که شما بعداً سر کله باش بزنید الان تبحر رو پیدا بکنید، که اگه سال بعدم اومدید مثلا خواستید بخونید، چه حالا تو کلاس من بودید کلاس دیگه بودید یا خودتون خوندید یا با معلم دیگه خوندید، ترچی حداقل راهو بلد باشید. پس تست میزنیم، هر هفته هم داریم توی بسه کلاس، همونجوری که عرض کردم در قالب تستی که سر کلاس میزنیم وقت میدیم شما میزنید، بعد با هم جوابشو نگاه میکنیم. تست انتهای جزوه که به صورت تکلیف برای شما قرار گرفته اونها رو در واقع انجام میدید، که دیگه من سر کلاس نمیزنم، البته کلیدای اونها بهتون داده میشه، یعنی دو سه هفته یه بار کلیدشو من میذارم تو پنلتون در واقع که بتونید استفاده بکنید، نه هر هفته، ولی مثلا دو سه تا جزوه یه بار، مثلا هر دو جزوه تقریبا با هم یا سه جزوه با هم کلیدا رو میدم بهتون. و در کنار اینها تستای کمک درسیتون هم هست، تشریح هم به همین ترتیب. حالا الان تر درس رو نگاه کنید میبینید من مباحث تشریحی گذاشتم، جلسات خاص تشریحی داریم، جلسه داریم خاص تشریحی. من سر این خیلی هم صحبت میکردم با دوستام که ببینم سبکاشون چجوریه، هم خودم خیلی کش و قوس رفتم که آقا من مثل تست تشریحم هر هفته بذارم یا نه، بعد دیدم خیلی زمان بره، ولی وقتی که یه بارکی باشه میتونم یه جلسه دو جلسه بهش اختصاص بدم، قشنگ مبحثم هم تموم شده، بیام در واقع هم تسلط بچه‌ها رو ایجاد بکنم و هم این که روی بسته تشریح همین که یه ذره معک بزنم ببینم چجوری یاد گرفتن مطلب رو. پس اینم از این جهت، آزمون هم در زمینه تشریح سعی می‌کنیم که بدیم در اختیارتون، منتها چون بچه‌ها تشریح گرفتن، خب برای تستی گرفتن خیلی راحته، ولی تشریح گرفتن تستیش کار راحتی نیست، باید قاعدتاً یه جوری باشه که خیلی شبیه به اصطلاح این قسمت‌های نهایی باشه که جور کردنی و اینهاست. اینو من بعد صحبت کنم ببینم فنی تماماً چقدر کشش دارم برای این کار، ولی نمونه سوال حتما بهتون میدم، این که شکی درش نیست، نمونه سوال جدای تشریحی که کار میکنیم هم به شما داده میشه، توی پنلتون میذاریم. خب برای آمادگی پایان ترم هم حتما کلاس جدا خواهیم داشت، طبیعتا هر دو ترم وضعیت این گونه خواهد بود، یعنی اواخر آذر اوایل دی بسته به حالا به فراخور به سه برنامه هامون یک یا دو جلسه خواهیم داشت که برای آمادگی پایان ترم، ولی چون طول سالم داریم توی طول ترم هم داریم کار میکنیم
دیگه همش تلمبار نمیشه اون موقع دیگه، یعنی آمادگی داریم و اون موقع هم میریم باز نمونه سوالایی به اصطلاح از جای مختلف رو حالا سعی میکنیم که حل بکنیم و اینها که آماده بشه. طبعا برای امتحان پایان ترم یعنی پایان سال هم همین وضعیت خواهد بود. خب برسیم سراغ ساعت مطالعه، شیوه و منابع. اول ساعت مطالعه رو بهتون بگم بچه‌ها، شما برای ساعت مطالعه‌تون نیازهایی که دارید اینها هستش. یک، یه ساعت و نیم که کلاستونه، این که بیخریشتونه، آنلاین شرکت کنید، آفلاین ببینید، این سر اصلا این جزء تایم حسابش نکنید، مثل کلاس مدرسه که میرید که نمیتونید حساب بکنید جزء برنامه، من کلاس رفتم هیچ. حالا مطالعه رو چقدر بعد انجام بدید بعدش؟ شما دست کم بچا ساعتی که بعد بذارید، این چیز استاندارد هم هستا، دو برابر اون زمان خونه بعد وقت بذارید، یعنی یه 3 ساعت بعد وقت بذارید. این 3 ساعت چجوری تقسیم میشه بچه‌ها؟ برای شما البته به خاطری که الان حجم مطالبتون اونقدر نیست، 3 ساعت احتمالاً کمتر خواهد شد. ما 3 ساعت رو می‌ذاریم تو برنامه که بازه در اختیارمون باشه، حالا اگر کمتر شد خب وقتش رو استفاده می‌کنید برای درس‌های دیگه‌تون. این 3 ساعت بدین گونه است. 1 ساعت و نیم اولشو که باز معمولاً میشه از 1 ساعت و نیم بیاد پایین‌تر، اختصاص میدید به مرور فیلم و جزوه. به این ترتیب که جزوه رو می‌ذارید جلوتون و فیلمو از روش نگاه می‌کنید، حتی بعضی جا ممکنه مجبور تصمیم بگیرید فیلمو دور تند ببینید، یه جایی رو شاید مثلا بگید خب اینجاشو نمیخوام، مثلا مکس من مکس کردم سوالو جواب بدم، خب معلومه این آدم میگه خب بزن اینو سریعتر بزنم برم جلو، نمیخواد همه رو اینم ببینه، برای من یه ذره خلاصه تر میشه. یه جایی هم ندارم توضیح میدم اینو، خب سرمون مکس میکنید. پس در واقع در کار اولی که میکنید اینه که کلاس آنلاین رو شرکت میکنید، یه 1 ساعت و نیم هم باید بذارید برای مرور فیلم و جزوه. منتها این خیلی مهمه، پیش از اینکه بیاید سراغ مرور فیلم و جزوه، وقتی کلاس آنلاین تموم شد، درست شد، حتما بچه ها توی اون مبحث مثلا 3 صفحه درس رو ما خوندیم، کتاب درسیتون رو اول از همه 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه، این بیشتر از 20 دقیقه وقت نمیگیره ازتون، یه رو خونی میکنید توی اون مبحث. یعنی این جلسه مثلا فکر کنید 1 صفحه یا 2 صفحه یا 3 صفحه یا 4 صفحه یا 5 صفحه از 11 هم کار کردیم، خب یه رو خونی روش بکنید همون. همین میخواد مثلا یه رو بیا رو خونی ها، حفظ نکنید رو خونی، بذار جلوتون بخونید، فقط قالب کتاب دستتون بیاد. خب دیگه حفظ کردن اینا نمیخواد، چون میدونید که یه دور که سر کلاس با من کار میکنید هم محتوا رو هم خود متنو، بنابراین نیاز نداره. یه دورم که خودتون میخواهید مرور بکنید، پس دیگه اصلا فول میشید. اینو فقط روخونی میکنید که یه ذره ریفرش بشه متن، یادتون بیاد قالب چی بود. یه رو 20 دقیقه این، بعد اون 1 ساعت و نیم که عرض کردم که برای مرور فیلم و جزوه است، اونو استفاده میکنید و بعد میرسید به تایم تکلیف. حالا این تقریبا شده چقدر؟ مثلا بگیرید 1 ساعت و 45 دقیقه، حالا دیگه خیلی حد اکثر زمان 1 ساعت و 45 دقیقه، 1 ساعت و 50 دقیقه، از 3 ساعتتون در واقع یه تقریبا 70 دقیقه 1 ساعت و 10 دقیقه تقریبا باقی مونده. درست هم حساب میکنم دیگه بچه، درسته؟ خب این 70 دقیقه رو چجوری اختصاص میدیم؟ تستای آخر جزوه رو اول میزنید که معمولا یه رو 20 دقیقه طول میکشه، حجمش 20 تا 30 تا 40 تا دیگه، بیشتر معمولا نیست برای یک درس و اینم هر هفته نیست، به خاطر اینکه یه جزوه همون هفته تموم نمیشه، پس این ممکنه هر هفته نباشه. و تستای کمک درسی که اینم بعد از پایان درسه، پس اینم هر هفته نیست، معمولا اینا میفته یه هفته در میون، درست شد؟ اینم اضافه میشه که اینا در واقع هر کدومش حدود مثلا فرض کنید البته تستای منبعتون، تستای باشید انتهای جزوهتون تقریبا 20 دقیقه اینا طول میکشه، اون یکی تست کمک درسی یه ذره حجیم‌تره، معمولا حجمش طبعا نیم ساعت زمان میبره تا بزنید، یعنی مجموعش میشه 50 دقیقه. حالا ما گفتیم 70 دقیقه، یعنی 20 دقیقه هم اضافه تر که بچه‌ای که آروم‌تر میزنن، حالا بخوان درصد بگیرن اینها، میتونن اونو استفاده بکنن. مجموع این پکیج در واقع یه چیز هلوش 3 ساعت تقریبا از شما در هفته زمان میبره. هفته‌ای هم هست که این 3 ساعت نیاز نیست، مثلا هفته‌ای داریم که ما درس دادیم مثل خود امروز، مثلا اگه درس بدیم خیلی کم میرسیم دیگه، خب 2 صفحه کار کردیم 1 صفحه کار کردیم، این که تست که نداره، شما فقط باید درس و کتابش رو یه مرور کوچولو بکنید، بعدم فیلم جزوه‌اش رو مرور بکنید، همین. پس این جور تست زدن مال هفته ای است که اون جزوه تموم میشه و من میگم خب حالا برید، چون من تا تموم نشه نمیگم برید این به سر حلش بکنید، وقتی جزوه تموم میشه من میگم خب حالا برید تکلیفش اینو کامل بزنید و انجام بدید، تو تکلیف مینویسم میگم اینو برید و کامل انجامش بدید، درست شد؟ پس در واقع اون 3 ساعت که بهتون گفتم کمتر وقت میبره به خاطر اینه، بعضی از هفته‌ها کمتر وقت میبره. هفته‌هایی هم هست که فقط آزمون داریم. خب هفته‌ای که آزمون فقط داریم یا سوال تشریحی یا سوال تستیه، ما دیگه مرور فیلم و جزوه طبعا انجام نمیدیم. میگم فیلم و جزوه باز میخوام مرور چیز انجام نمیدیم، کتاب درسی
ما فقط فیلم رو که آنلاین دیدیم یه بار آفلاینش رو یه نگاه سریع رو سوالا میکنیم، بقیه سوالا رو میریم به صورت تکلیف انجام میدیم. تمام دیگه کتاب درسی و این داستانا رو نداریم، کتاب کمک درسی اینا نداریم، فقط توی اون حوزه در واقع کار میکنیم. اوکی. البته تکلیف ها رو هم دوستان میتونن وقتی که انجام میدن، حالا اگه کلید تست هست مینویسن یا اگه پاسخ تشریحی هست میتونن عکس تکلیفشون رو بگیرن و توی پنل کاربریشون بارگذاری کنن، من یه چکی بکنم ببینم نوشتن یا نه. بعدم نیست این کار، یه تعامل خوبی ایجاد میکنه. خب شیوه و منابع چجوری؟ شیوه رو عملا بهتون گفتم، گفتم هر بار که میخواید کار بکنید برای مطالب، کتاب درسیتون رو اول برمیدارید یه روخونی میکنید روی درس، بعد از طریق فیلم و جزوه یه مرور که اصالت با جزوه است، البته فیلم اونجایش که به سریالتون رفته، و بعد تست یا حالا سوال تشریحی مربوطش رو، حالا اون تکلیفی که هستش انتهای جزوه، و در کتاب سا هستش کمک درسی، اونا رو میزنید که میگم مجموعش میشه مثلا این سهولوشه 3 ساعت در هفته غیر از کلاستون دیگه. خب منابع چی باشه بچه ها؟ غیر از جزوه که ما سر کلاس کار میکنیم و کتاب درسی که خب طبیعتا منبع اصلیتون هست، بچه ها فعلا برای تستی میتونید که 2-3 منبع تهیه بکنید. نه که 2-3 منبع برید بخرید، یکی از این 2-3 منبع رو بخرید، من اشتباه گفتم، یکی از این 2-3 منبع رو بخرید. ترجیحاً تستای همون سال باشه، همه انتشاراتی ها اینو ندارن خب، ولی اصولا انتشارات مهر و ماه یا خیلی سبز و من کارشون رو ترجیح میدم، نه فقط به دلیل اینکه خودم با اینا کار میکردم و میکنم، بلکه به خاطر اینکه از جهت کیفی ضعف کمتری دارن. البته یه عزیزی اومده فرض کنید قلمچی گرفته، یه عزیزی اومده مشاوران گرفته، گاج گرفته، هر چی، و به من میگه آقای بگذار من دارم این رو، یا خودم رفتم اینو خریدم، اشکال نداره؟ من میگم نه مسئله نیست، استفاده کن. فقط خواهشم اینه ازت که حتما اگر اشکالی چیزی داشتی تو پنل کاربری از من سوال کن که آقای بگذار من این رو مشکل دارم، میشه به من شما راهنمایی بکنید یا نه؟ تو پنل کاربری سوال بذار، عکس سوالو بذار، بگو این سوالو مشکل دارم. اوکی اینم از این راه ارتباط با منم بچه‌ها. بهترین راهش پنل کاربری است. البته صفحات من هم هست، اینستام هستم، این مثلا پیمان میگیری 77 هستش مثلا، میتونید بیاید، پیمان میگیری 778 البته میتونید بیاید، ولی اینستا میان دوستان سوال میزن من شرمنده شون میشم بچه، واقعا میگم اینو خودم خجالت میکشم. من الان هفته اخیر 4-5 روز یه بار تونستم چک بکنم، حتی پیامای خود صفحات تاملند هم مثلا بعضی وقتا میمدم استوری که فرستادن که مثلا من آپلود بکنم نرسیدم چک کنم، وقتی شرمنده، یعنی دیگه ببین که کار رسمی مون بوده. خب یعنی به نظرم دیگه کم کم با این وضعیت باید یه ادمین براش بذارم مثلا جدا، چون واقعا دیگه نمیرسم اونقدر که بسرم مشغله بسرم زیاد شده. نه که حالا تعداد چیز باشه، من تو بالاخره خب دوستان میان میپرسن سوال دارم، منم عادت دارم معمولا جواب میدم، حتی اگه شاید خودم که نمیدونم که شاید من هست یا نه، حالا بعضی میگن شاید تو، بعضی میگن نه، یعنی یا نیستن اصلا، من همیشه سعی میکنم تا جایی که وقت بشه جواب بدم. اگر یه وقت خلاصه میبینید طول میکشه به خاطر اینه که فرصت نیستش و اینها، ولی خواهشم اینه که تو پنلتون بیاید. پنل رو من چون میام چک میکنم، مثلا هر یکی 2 هفته یه بار میام چک میکنم جواب میدم. پنل برای جز چیزایی است که مختص ارتباط من و شما در واقع و تاملند و شما در واقع چیز شده، طراحی شده. خب اینم از جهت منابع. پس اگر منبع دیگری هم خریدید هیچ مشکلی وجود نداره. و اینم به شما بگم واقعا اینکه آخه بعضی بچه‌ها از من میپرسن منبع خوب چیه، بهترین منبع چیه، من با اینکه با اینا کارم میکنم، خودم توشون کتاب داشتم، نمیگم اینا بهترین منبعن، چون در انسانی کار تازه شروع شده. خدا رو شکر میکنم الحمدلله، واقعا باید خدا رو شکر کرد که انسانی رو جدی گرفتن تو نظام جدید، حداقل کتاب براش مینویسن، قدیم کتابم نمینوشتن. بعضی وقت باورتون نمیشه، ما تو جامعه شناسی خودمون تست میدادیم، یه دونه دو تا کتاب بیشتر مثلا نمیومد براش، البته بود یه دوره یا دهه 80 ولی بعدش دیگه ضعیف شد، ولی خدا رو شکر الان دیگه حالا حداقل اینقدر جدی است، کتاب توش مینویسن، کتابام کم هم نیست، تقریبا همه انتشاراتی‌ها دارن کار میکنن، چون انسانی بولد شده و من امیدوارم جایگاه خودش رو توی فضای کشور پیدا بکنه، به امید در واقع شما هم هستم بیش از هر کس که آنچنان خودتون رو قدرتمند بکنید و با کیفیت کار بکنید که جایگاه لازم انسانی به دست بیاد توی ایران. یکی از مسائلی که باعث شده ما توسعه یافته نباشیم همین که علوم انسانی هنوز توی مملکت جایگاه خودش رو پیدا نکرده، اهمیت لازمش داده نشده. خب طرح درس هم یه مرور بکنیم بچه، طرح درس رو به من میدید فکر کنم صفحه بعده، بله بچه ها بعد میتونن تو جلسه ما آروم آروم الان چیز میدیم، نمیخوام همه رو حالا بخونیم، آروم آروم یه تورق کوچولو میکنیم طرح درس رو،
کلیتش رو ببینیم چی به چی هست. بچه فقط یه چیزی همینجوریش باشه فعلا، بعدا میگم که بزنید مثلا صفحات رو. بچه فقط یه چیزی خواهشم از شما اینه چون این کارو این چند سال برام پیش اومده، این یه ذره منو ناراحت میکنه. خب یه وقتایی ببینید تره درس بچه خب از آسمون نیومده، وحی منزلم نیست قربونتون برم، تره درس رو من نوشتم و بازم هست تره درس، به خاطر اینکه ببینید بچه ها من سرعت تدریسم بسته به وضعیت بچه ها، نه من ها، همه معلم ها فرق میکنه. البته دوستانی هستن میتونن ریز پیش بینی بکنن که این حجم زمان میبره، ما تو ما کلاسمون به خاطر اینکه بچه ها معمولا تعاملمون زیاده با بچه ها و مثلا چترون باز میکنیم و اینها، یه وقت میبینید یه مثلا من در تئوری شوافی فرض کنید کنکور معمولا 5 دقیقه بچه‌ها میان سوال میپرسن، ولی تو جامعه شناسیش تا 20 دقیقه میپرسن. بعضی هفته هم نه، هفته هم بوده باور کنید 35 دقیقه طول کشیده سوال پرسیدن و ما جواب میدیم. این رو دقت کردین به ویژه توی سالیانه. حالا تو نکته تست واقعا فرصتش نیست و ما تو همایش هم در واقع یه گپ کوچولویی که من می‌خواستم مثلا یه ساعت 2 دقیقه بکنم 5 دقیقه بکنم که باز کردیم، بچه‌ها کلی اعتراض کردن که آقا چرا همایش نباید اینجوری باشه، اینا کار نداریم، اینا به هر حال بحث جداست، ولی کلاس سالیانه اصلا مال این همین کار هست، اصلا ما وقت داریم برای این کار. و بچه‌ها مگه شما تو کلاستون سوال نمی‌کنید؟ خب باید ما بتونیم که سوال جواب بدیم دیگه، بنابراین ما چترمو همیشه باز می‌کنیم. ما تا اینجا باید یه رسم براش بذاریم دیگه که کی باز بکنیم. من معمولا چون نیمه دوم کلاس این کارو میکنم، اینجا هم با دوستان حالا همایی میکنیم برای هولوش ساعت مثلا 1:15، چون 3 شروع باید بکنیم دیگه، حالا روتین کلاس که شروع میشه مثلا 3 1:15 مثلا 4 اینها، من میگم خب دوستان چترمو باز بکنید، یه پاسخگویی میکنیم، بعدش مثلا دیگه کارمون رو بعدش ادامه میدیم تا همون 4 و نیم. خب اینو چرا گفتم بچه‌ها؟ به خاطر اینکه زمان بعضی وقتا میبره کارمون و یهو شما میبینید مثلا من رسیدم اینجا بعد به جای اینکه درس 3 باشم هنوز درس 2 ام. و بعضی از دوستان متاسفانه یه عکس میگیرن چون فکر میکنن خودشون الان مثلا تازه رسیدن 10ام یا 11ام یا 12ام، فکر میکنن منم همونجورم، یه عکس میگیرن میگن آهای بیگدری نرسیدی به درس 2 فلان. خب عزیز دلم تو میخوای درس منو معک بزنی یا داری درس میخونی؟ قربونت برم، حالا یه جلسه جلو یا عقب من تعهد دارم که تا سر تایمی که در واقع تو تاملند گفته شده کلاسمو تموم کنم. سالها هم از کارم اینه بچه، من 20 سالی که دارم تو کار کنکور کار میکنم، پایه هم کار کردم، 12 هم کار کردم، سال تشریحی هم نوشتم، تستی هم نوشتم، همین هر کاری که بگید بیل هم زدم تو کنکور. خلاصه نه بیل نزدم، منظور فیزیکی نبوده، منظورم اینه که هر کاری که شما فکر بکنید توی بسه کار کنکور میشه انجام داد، از تست بنویسیم، کتاب بنویسیم، آزمون بنویسیم، جزوه اینها، برنامه تلویزیونی بریم، تو خودت صدا و سیما بریم، نمیدونم DVD داشته باشیم، همه این کار رو من انجام دادم بچه و سوابقم بعضاً هست تو اینترنت اگه بزنید و اینها. بنابراین آناشنا نیستم، دقت کردین، با هیچ کدوم از این فضاها. اینو نگران نباشید بچه ها، طرح درس ما سیاله. من همیشه تو خود کلاسای خودم وقتی طرح درس میدم در مثلا کنکور میگم آقا این 30 جلسه است، ولی 3-4 جلسه تولرانس داره بسته به وضعیت کلاس، چون کلاس فرق میکنه بچه ها. مثل اینکه شما بگید خیلی خب من با همه آدما 10 دقیقه حرف میزنم، مثلا نشستن یه جور صندلی، خب مگه رباتی تو؟ خب یکی که ممکنه 5 دقیقه صحبت کنه با یکی یه رب، نشستی مثلا چه می‌دونم تست بگیری از همه، حالا بهت گفتن 10 دقیقه، ولی عیناً 10 دقیقه که نمیشه دیگه، ما که ساعت که کار نمی‌کنیم اینجوری، چون ببینید ما با آدم‌ها سر و کار داریم و بچه‌ها قدرتاشون فرق می‌کنه، توانشون سر کلاس فرق می‌کنه، یک کلاس کشش بیشتر داره، یکی کلاس کشش کمتر داره، یه روز ممکنه دیرتر اصلا شروع کرده باشه، یه روز فرض کن مثلا زودتر شروع کرده باشه، اینا همه شرطه دیگه. پس خواهشم از عزیزانم این هستش که قسمت طرح درس و رسوندن درس رو بسپارن به من. خب نگران هم نباشن بچه‌ها، به خاطر اینکه شما طبق برنامه مسابقه آموزش پرورش جلو خواهید رفت، یعنی در انتهای ترم یک اون میزان 7-8 درسی که باید بخونید و خوندید در ترم دو هم به همین ترتیب، این خیالتون راحت باشه. پس عقب افتادگی اینجا نخواهد بود. من دیدم تو مدارس که بعضن همکارام سوال درس هضم می‌کنن، ما این کارو نخواهیم کرد، میرسیم کارمون رو انجام بدیم، چون اگرم ببینیم یه ذره عقبیم یه فولاده چیزی میذاریم، تایم یه ذره بیشتر میکنیم، یه کاریش میکنیم، خلاص میرسونیمش. خب پس شما فقط کارتون بدید روی بحث یعنی حواستون فوکوستون روی دانشش باشه، دقت کردین، و بذارید من این کارو انجام بدم. خب خیلی از این موارد دارین بامزه است بچه‌ها، بعضی وقتا راه گم میکنن، یعنی حاشیه است، مثل اینکه مثلا دیروز پریز بچه‌ها میگفتن سر همین کلاس تامنن، مثل اینکه مثلا یکی از الان من ساعت مثلا فرض کن الان از اینکه آره دیگه تقریبا 50 دقیقه میشه دارم توضیح میدم، عین این 50 دقیقه رو فقط فکر کنه این آقایی که داره درس میده این چقدر شکمش گنده است مثلا، یا پیرن آبی پوشیده بوده. خب باشه این پیرن آبی چیز خاصی نیست، این که شکمم گنده است هم چیز خاصی، همه میدونن، هر کسی ببینه الان رچه اینو میبینه.
خب تو 50 دقیقه کلا حواست به این بود، پس درس چی شد؟ مطلبی که گفتم چی شد؟ حالا الان درس ندیم، الان توضیح دادیم خب، ولی این مواردی که گفتیم بارها و بارها براتون سوال خواهد شد. بچه‌های جدید میان من بهشون میگم خب برید جلسه اولو ببینید، اونجا همه رو توضیح دادم. چون قشنگ میگم دیگه، ساعتو گفتم 3 ساعته اینجوری تقسیمش بکنید. درسته منبعه رو معرفی کردم، میگم برید ارجاعشو میدم به همون جلسه اول. خب طرح درس رو چک بکنیم، این کلیت طرح درس ماست. آیا عیناً پیش خواهد رفت؟ سعیمون رو میکنیم ولی قول نمیدم 100%، ما تو تا 90% اینا سعی میکنیم که طبق این پیش بریم و تا جایی که میشه پس و پیش نشه این در واقع، چون بر حسب حجم درس ها این هاست و تایمینگمون. خب مقدمات رو داریم که امروزه و یه نوکی هم به درس یک میزنیم میرسیم همین کار رو بکنیم، چون ما تقریبا نیم ساعت وقت داریم. در جلسه دوم درس یک رو ادامه میدیم و بعد جلسه سوم درس دو رو گذاشیم. البته میبینید دیگه یه ذره بازه که فرصت داشته باشیم در واقع، یعنی مثلا ما تابستون زنگ بعد هفته بعدم درس یک رو کار میکنیم. من حتی حدس میزنم درس یک یه تیکش بمونه برام مهر، یعنی تو این جلسه سوم هم بیاد، ولی بعدش دیگه رو غلطک میفتیم میریم جلو. و دوستان لطف کنید سفر رو عوض بکنید. بله میبینید همینجوری. آها این حل سوالات رو میبینید بچه‌ها، اینا همون سوال تشریحیه که بهتون گفتم. این فصل دیگه، یه فصل که تموم میشه سوال تشریحی کار میکنیم. بچه‌ها ممکنه واقعا، من فعلا نظرم رو دو جلسه است، ممکنه واقعا نیاز باشه یه ذره بیشترم کار بکنیم، یعنی مثلا یه جلسه اضافه ترم بذاریم. اونجوری مثلا ممکنه فوالده بذارم بگم بچه میخواید ساعت تشریح باز کار کنید، چون امسال خیلی مهمه برای شما تشریح و میخوام مسلط بشید و برای سال بعدتون هم این رو داشته باشید. البته تشریح به سبک نهایی رو منظورم هستش دیگه، درس 5، درس 5 و 6، درس 6، درس 7 تا جلسه 12 تقریبا. خب بریم تقریبا اینجایی که میرسیم بچه تو جلسه 15 16 14 15 اینا، این تقریبا دیگه تایم حدودی میفته به اواخر آذر، یعنی این دو سه هفته است دیگه، یعنی بازی بین 14 تا 16، چون ممکنه وسط حال تعطیلی داشته باشیم یا مشکل معمولا که تقریبا تعطیلی اینجوری نداره، یه شرایط خاصی پیش بیاد اینا، ولی تقریبا حدود این جلسات ما میرسیم به آخر مبحث ترم یکمون که میگم اگرم افتادگی داشته باشیم خب این رو با یه جلسه جبران این چیزی جبرانش میکنیم. همونجور که میبینید بچه ها در واقع ما اینجا غیر از حل سوالات جلسه 17 رو گذاشتیم برای که نمونه سوال حل بکنیم، بنابراین این تقریبا باید قبل از امتحانه ترمتون برگزار بشه. بنابراین اگه تو برنامه عقب بودیم که احتمالاً ممکنه که دو هفته اینجوری بشه، مثلا ببینیم دی ماه مثلا ببینیم امتحان کی شروع میشه، اگه دیدیم تا قبل از دی مثلا اینجا نرسیدیم یکی دو جلسه عقبی، ممکنه مثلا یه جلسه یهو مثلا یه بازی 3 ساعته بذاریم که برسونیم اینو. دقت کردین که کارمون برسه. خب این سوالا و اینا هم نمونه سوال و اینا هم، چون ممکنه سوال پیش بدین از کجا میاد، اینا مثل جزوه است دیگه، یعنی اینا جزوه که بارگذاری میشه، اینا هم تو پنلتون کار چیز میشه بارگذاری میشه، میتونید که پی دی افش رو بگیرید و اینها. خب جلسه ایجام درس 9 بریم، این دیگه تقریبا رفتیم توی ترم 2 دیگه، رفتیم بهمن دیگه 19 و دیگه داریم میرسیم اینجا به آخره دیگه، فصل 3 مون تا درس 12 است و بعد حل سوالاشو داریم دیگه. از جلسه 25 هم که وارد تقریبا فصل آخر میشیم، سه درس آخر. لطف میکنید اینم به بچه ها بدین، این بعدی رو میبینید بچه ها از درس نه همون بود همون قبلیه رو همین رو میخواستم. میبینید از درس 13 و 14 و درس 15 رو هم داریم. 15 بیشتر از اینم طول خواهد کشید، من خیلی خوشبین گذاشتم دو جلسه، این بیشتر طول میکشه میدونم، چون 15 خیلی سنگینه، خیلی جون داره. و بعد حل سوالات درس 13 تا 15 رو داریم و قاعدتا دیگه بعدش دیگه فقط کار روی نمونه‌های تشریحی است. اون جلسه آخرام ببینیم با بچه‌ها. من برآوردم بچه‌ها امسال این هستش که اگر حالا با حل سوال ببینید دیگه سوالات حالا هی بخش به بخش هم هست، یه جلسه مثلا فصله، یه جلسه دو فصل آخره یعنی نیمه دوم کتاب، و یک جلسه دو جلسه هم گوشی برای کل کتاب که این دیگه برای امتحان ترمتونه دیگه، که امتحان پایان ترم امتحان بخش پایان سال که دیگه حالا میخوره به اردیبهشت ماه اینا دیگه قاعدتا، و اینها رو با هم ان شاءالله کارشو انجام خواهیم داد. البته اینو به شما بگم، اینم که نمایشو داشته باشیم، بچه‌ها بعدن خواستن میتونن توی آفلاین یه نگاهی بندازن این رو. این بچه‌ها پایین رو نگاه کنید، من بعد از اینکه طراحی کردم جلساتو به ذهنم رسید که چون شما توی آزمونای گزینه 2 قلمچی اینها که شرکت میکنید به هر حال تست میزنید و ما هم سر کلاس تست داریم، حتما جلسه تست جدا هم میخوایم، ما تو کنکور اینو داریم، ولی برای بچه‌های پایه اولش من لزومی نمیدادم، ولی به نظرم میاد که جلسه فوق‌العاده تست باید داشته باشیم، اینو جدا کردم
یعنی قالب جلسات نخواهد بود. ما مثلا میسیم جلسه اول فوق العاده تست، مثلا جزء جدا داره، جزء تست داره که یه سرشو کلاس کار می‌کنیم، مثلا باز تکلیفتون خواهد بود. اینا رو اجازه بدید من بخش بندی بکنم. ولی به احتمال مثلا یکیش میفته حدودای مثلا برج 9، یعنی آذر ماه اینا، یکیش حدودای تقریبا اسفند خواهد بود و یکیش هم میفته در واقع آخر سال که دیگه همه پکیج‌ها جمع شده. بر اساس میزان درسمون این کارو می‌کنیم. مد نظرم هستش که یکیشو بذاریم در واقع تا وقتی آخر فصل 2 کار کردیم، یعنی 7-8 درس اول، یکیشو بذاریم آخر فصل 3 و یکم وقتی آخر فصل 4 رسیدیم کل کتاب تموم شد، وقت از کل کتاب جلسه تست اینجوری داشته باشیم. یه همچین چیزی هم برای فوق العاده تست خواهیم داشت که ان شاءالله پکیجمون کامل بشه دیگه. و بنابراین بیشتر از 34 جلسه قاعدتا خواهد شد، متو اون جلسات جدا خواهد بود. خب این از کل توضیحاتی که من می‌خواستم بدم. من از دوستانم خواهش می‌کنم که ساعت 4 و 10 دقیقه است، امیدوارم چیزی رو جا ننداخته باشم، حالا خودم تو ذهنم نیست چیزی جا افتاده باشه، 4 و 10 دقیقه است، این ساعت درسته دیگه، یه 2 3 دقیقه 5 دقیقه به بچه‌ها وقت بدیم، هم یه نفسی بگیرن، بعدش هم یه 20 دقیقه تدریس خواهیم داشت. 20 دقیقه میشه دیگه. آره منتها یه لطفی بکنید، 2 3 دقیقه اول رو بچه‌ها که دارن استراحت می‌کنن همزمان سوالا رو هم بزنن توی چیز چت روم، یه چت روم هم ببینیم با هم دیگه. اگر تونستیم اینجا، اگرم نشد شما سوالاشو بگید. اگه سوال داشتن، سوالم نداشتن که هیچ دیگه، سوال نکردن دیگه. اوکی؟ حالا نشدن باز کنیم اشکال نداره ها. شما هم سوال بکنید مشکل نیست. یه 2 3 دقیقه دیگه تقریبا. بچه یه نفسی بگیرید، منم یه نفسی بگیرم، یه 2 3 دقیقه دیگه ادامه بدیم. یه لطفی بکنید حتما نفس بگیرم. اینا گفتم که سیگاری ام، من سیگار نمی‌کشم. فکر نکنید الان می‌خوام سیگار بکشم. من یه قلو آب بخورم فقط. و دوستان لطف بکنن چت رومو سوالاتتون اینا رو بیارن بالا. اگه سوال داشتید من جواب بدم چند دقیقه و بعد بریم سر تدریس درسمون. من جزوه‌ام اگه می‌تونید دم دستتون باشه. مرسی. یه 2 دقیقه ماکس بکنیم فعلا. بچه ها مجدداً سلام. من چتروم سوالاشو جواب بدم. من تو بچه یه چیزی یادم افتاد بهتون بگم، اینو فراموش کرده بودم. انتهای پاور بسه کلاس، پاورپوینت کلاس تو جزوات اینجوریه که نه جزوی که شما دارید، تو پاورپوینتی که ما سر کلاس کار میکنیم یه بخشی داریم به اسم آنچه گذشت. اسمش بامزه است، مثل این فیلم هست آنچه گذشت. خب یه مرور کوچولویی تو این قسمت آنچه گذشت ما بچه ها معمولا ببینید، من همیشه در شروع کلاسم
و در پایان کلاس یه یادآوری دارم در واقع. شروع کلاس یه مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه توضیح کلی میدم راجع به که هفته پیش مثلا کجا رسیدیم، تهش رو میگم که شما بدونید که استارت بزنید. در واقع انتهای کلاس هم یه 4-5 دقیقه رو خود صفحاتی که درس دادیم یه مرور کوچولو میکنیم، صفحات جزوه، و من توضیح میدم که این حرفا بود. اینو خواهشم اینه که حتما بچه‌ها وقتی درس اصلی تموم شد، رفتیم سر آنچه بودش، پنشن برن، فکر نکنن که خب دیگه تموم شد دیگه، حالا خداحافظ ما بریم، برای خودش داره صحبت میکنه. نه، این جمع‌بندی بچه‌ها خیلی کمکتون میکنه که ذهنتون رو در واقع دسته‌بندی بکنید. و من اینو خیلی دیدم از بچه‌هایی که دنبال میکردن درس رو، میگفتن این جمع‌بندی آخره، هرچند ظاهرا خیلی چیزیه که خب 5 دقیقه است دیگه، حالا چه چیزی اتفاق افتاده، ولی میگفتن خیلی خوبه بخاطر اینکه ذهن ما رو در واقع اون حلقش رو کامل میکنه. و من خودم همیشه تعبیر میکنم، میگم شبیه این ورزشکارایی هستن که خب میدونید وقتی طرف مثلا میخواد ورزش سنگین مثلا فوتبال میخواد بازی بکنه، حتما قبل و بعدش باید نرمش بکنه. اون نرمش بعدی میدونید مال چیه دیگه؟ بخاطر اینکه بدن کوفته نشه. یعنی اینکه شما مثلا 90 دقیقه دویدین بعد یو برید مثلا فرض کنید توی نمیدونم رخیم بشینید، مطمئن باشید بدنتون 10 جاش میگیره هر چقدر ورزشکار حرفه‌ای باشین. بعد چیکار میکنن؟ معمولا بعدش آروم آروم یه ذره نرمش میکنن، آروم به قول خودشون بدن رو سرد میکنن، ها، که دوباره به وضعیت عادی برسه، تنفس و همه چی به وضعیت عادی برسه. این خیلی مهمه بچه‌ها. بنابراین این در واقع شبیه همون کار هست، ضمن اینکه مطالب تو ذهنتون اینجوری میمونه. بعدم بخش آخر تکلیف رو میگم و دیگه تموم میکنم. آخر همیشه کلاس این قسمت است. من خواهشم اینه که حتما تا انتهاش بشینید و نگاه بکنید که موارد به اصطلاح مورد استفادهتون باشه. بچه ها چطور؟ من یه سوالی داری بگید، میخوام بریم سراغ درسامون. یه تقریبا 20 دقیقه یه ربعی، کمتر از 20 دقیقه، 17 18 دقیقه میتونیم درس بدیم، وارد درس 11 بشیم. به من بگید بزنید. خب یکی از دوستان گفته 10 مرور میکنید. بچه ها متاسفانه برنامه‌مون چون خیلی روی 11 فشرده است و اصلا کلاسمون کلاس 11 هست، نه ما کار 10 متاسفانه نمیتونیم انجام بدیم. منتها خبر خوش اینه که اگر انشاءالله امسال خوب حرکت بکنید، در سال بعد که کلاس کنکور ابدا اگه ما سعادت داشتیم و زنده بودیم و انشاءالله خدمتتون بودیم، اونجا کامپلت دوباره اینا رو کار می‌کنیم. منتها خب پکیج امسال رو که اگه کار کرده باشید، خب طبیعتاً شما از 3 قسمت یه قسمتشو جلو هستید، یعنی 11 رو، و این خیلی بهتون کمک خواهد کرد. چون 11 معمولاً تو کار کنکور هم همیشه میفته بخش آخر که خیلی فشرده است، و اگه شما سالشو خوب کار کرده باشید واقعاً خیلی کمکتون می‌کنه. تو تجربه که اصلا لازمه، چون من میدونم گروه تجربی چون خیلی حجم و سنگین باید بخونن، اگه از الان شروع نکنن اصلا نمیرسن. ولی انسانی تا حالا رقابتش به این فرم نبوده، منتها خب چون به خاطر اینکه الان اختصاصی رو گذاشتن، هی جمعیتش میره بالا و اینا، به اون سمت داره میره. بنابراین نمیخوام هولو استرا بهتون بدم، ولی حتما ان شاء الله 11امش رو امسال درست با من کار بکنید. حالا 12ام ان شاء الله سال بعد کار میکنم. تو 11ام خودت سال بعد دوست جمع بندی تو هست دیگه، تو کارتون در واقع کمک میکنه بهتون دیگه. چرا؟ آها، کتاب 3 سال رو میخوام بخرم بچه ها، یعنی اینکه میخوام بخرن که سال بعد نخرم. بچه ها ولی یه توصیه بهتون میکنم، نکنید این کارو. میدونید چرا؟ خیلی آموزش به اولش بچه ها ممکنه امکان تغییر. ببین یه چیزی بهتون بگم تعجب کنید، یکی تو اینستا به من پیام داده بود که آی بیگدری مگه بالای کتاب 12ام پارسال ننوشته بود این تا 1402 عوض نمیشه؟ گفتم خب. گفت بچه ها امسال عوض شد. یه دونه کتاب درسش عوض شد. گفتم نمیدونم، بیا بریم با هم از آموزش به اولش بپرسیم. این جوریه دیگه، برای کشور ما یهو میبینی اصلا از آسمون یه دونه تصمیم میرسه دیگه. یعنی خیلی جالب برای من، سازمان سنجش خودش مثلا با خبر نداشت که دیما بعد کنکور بگیره، بعد از رئیس سازمان که میپرسید میگه فکر کنم ما دیما کنکور داریم دیگه. خیلی واقعا من تا حالا ندیدم رئیس سنجش بگه من فکر میکنم کنکور داریم. خب تو متولشی دیگه، مثل که مثلا شما به من بگید من مثلا تورا دارم میام، بچا زنگ میزنن آقا میدونی کلاس داری؟ فکر کنم کلاس داریم. بعد میگم آقا یعنی چی فکر کنم، داری یا نداری؟ خودت که دیگه، تو خودت عامل برگزاری کلاس دیگه، ای تو هم ندونی دیگه کی میخواد بدونه؟ نه بچه ها، واقعیتش اینه که در واقع بهتر این کارو نکنید، هم گرونتره معمولا، هم این که ممکنه، من نمیگم اینجوری میشه، ممکنه سال بعد عوض بشه. به علاوه معمولا محتوای جامعه با محتوای کتاب تک سال فرق میکنه، یعنی تستای شما یه مقداری تعریفی تره، تستای ساده تریه، یه مقداری وجه کنکوریش کمتره، نمیگم اصلا نیست، اون فشار کنکور چون توش نیست خیلی تو یادگیری موثرتره. برای ما کم و کیف شما، خودمون هم وقتی تست پایه می‌نویسیم یه مقدار رعایت می‌کنیم که یه مقداری فاصله داشته باشه از کنکور. نمیگم اینجوری نیست، بس به سیاست اون ساختارم داره. مثلا ما حالا توی یکی از این خواستم اسم ببرم، مثلا دیدم زایاست دیگه، چون تبلیغ اینا میشه. توی یکی از این ساختاری که ما کار می‌کردیم مثلا به ما میگفت تو پایه، یعنی کار می‌کنیم همچنان، میگفت آقا تو داری سوال می‌نویسی باید حتما با مثل کنکور نباشه، مثل 12ام ننویسید.
ولی بعضیام نه، اونا بسته به سیاستمون داره. زمین این که بچه‌ها میگم امسال همین تغییر داشتیم دیگه، ما درس 6 و 12 هم عوض شد. پس بی خودی به نظرم بهتره که منبع رو حروم نکنیم، بذارید سال بعد حالا سر موعدش ان شاء الله بگیرید. دیگه همینا رو داشتیم. بسیار. من فقط یه چیز تصحیح بکنم، گفتم که 11 هم سال بعد به صورت جمع بندی خواهد بود. منظورم نیست که برای بچه‌ها جمع بندی میشه، ما کارمون رو کامل میکنیم. منظورم اینه که بچه‌ای که امسال بخونن، خب سال بعد 11 هم براشون حکم مرور داره دیگه. دیگه تازه نیست براشون در واقع. خیلی خب، بریم سراغ. بله. واه چه چیز ریزم بچه ها سوال کردن اینا. بچه ها ببینید تست مال سال 11 هم باید باشه. من عنوان کتابو دقیقا نمیدونم، خب بیرو درواسی، چون اونقدر انتشارات الان شاخهای مختلف دارن، اشکالی نداره حتی مهر ماه نباشه. خیلی خیلی سبز میدونم تفکیک داره. مهر ماه هم تا اونجایی که حضور ذهن دارم تفکیکی نوشته، خب کتاب. حالا اسمشو من دقیقا نمیدونم، ولی حتما دوستان دقت بکنن که باید کتاب تست باشه، چون من تستشو لازم دارم. جزوات درسی نمیخوام، جزء درسی و این داستانا رو خودم بهتون میدم. من تست میخوام، تست اضافه بر سازمان. یک کتاب تست در واقع باید باشه. حالا میتونید یه کاری بکنید، اگر فعلا براتون ذهنتون به اصطلاح چیز نیست، اجازه بدید من اسمشو ببینم دقیقاً چی، آیا مهرمام هم داره یا نه، اسمشو بهتون بگم. ولی بچه‌ها دوست ندارم الان این حالت تبلیغ، چون این فیلمیه که بچه‌ها تو تلگرام و تو میگم تلگرام تو آپارات و اینا میبینن این رو. خب تلگرام که به صورت چیزه کش میرن، ولی اینو میبینن در واقع. و به خاطر همین چون بازه دیگه، دست همه دوستان هست، فکر نکنم ما الان اینجا نشستیم اینجا تبلیغی انتشارات بکنیم. خب بچه‌ای که منو میشناسن میدونن که بیشترین دعوا رو اتفاقا با دوستانشون که باشون کار کردم سر همین بحثه، این که آقا خب مثلا اگر یه سوالی دادی که خوب نیست یا کتاب خوب نیست، ضرر بچه است، چون داره هزینه میکنه. دقت کردین؟ و حالا با هم آشنا میشیم، کم کم بیشتر میبینید این مسئله رو. برای من این مسئله حساسیت خیلی وجود داره که کار جوری باشه که واقعا مفید باشه برای بچه‌ها و خود نکته هرز نره، نه زمانشون، نه به اصطلاح پشتکاری که به اصطلاح یا زمان انرژی که میخوان بذارن، خب طبیعتا نه پولشون. برابر این اینو بهتون میگم، این شکل تبلیغ پیدا نکنه برای اون انتشارات یا انتشارات دیگه ای که حالا بگین خب ما حتما بریم مهرما بگیریم یا نمیدونم خیلی سبز بگیریم. نه، اگه میگم هر کدوم از چیزای دیگه انتشارات دیگه هم بودش اشکال نداره استفاده کنید، فقط اشکال خوردی تو هر کدوم از اینا سوال بپرسید از من. ولی خب اون دوتا اشکالاتشون کمتره، چون من تبرق کردم دیدمشون به اصطلاح، و حالا بعضیشون که خب زیر نظر خودم بوده یه مقدار کمتر ایراد داره. به هر حال البته بازم میگم هیچ اجباری پشتش نیست، حتی میتونیدم نخرید، از همین تستای جزوات خودمون استفاده بکنید اگه نمیخواد هزینه بکنید. دیگه نداریم سوال. خب آزمون‌ها بستگی داره دیگه. ببین آزمون کوئیزی که خود مثلا تاملند میگیره معمولا 5 تا 10 تا تسته هر هفته میگیره، که البته من الان نمیدونم برای پایه‌ها چه جوریه، هر هفته است یا مثلا دو سه هفته یه بار. آزمونی که من میگیرم معمولا چون به سبک کنکور تعدادش معمولا رو 20 تاست، ولی خب درسای اول که درس میدیم چون حجمش پایینه نمیشه اونقدر تست خوب و جوندار در آورد. اینه که ما معمولا در حد مثلا 10 تا 15 تا میگیریم. البته همونجوری که گفتم سعی میکنیم سوال آزمون تشریحی هم به شکلی که بشه تصحیحش کرد بگیم. اینو بحث فنی من داره دیگه، بعد دوستان صحبت کنیم، میتونم اینجوری علکی بگم میگیریم حتما، بعد صحبت کنم با دوستان ببینم که چجوری هست. یه حرفایی چون من به اصطلاح مثلا پارسا ما داشتیم اینجوری یه صحبتی کردیم، حتی راجع به این داستان تشریحی هم صحبت کردیم، ولی آزمون داشتیم ما پارسا مثلا تو بحث کنکورمون داشتیم، آزمون چند سری گرفتیم، پدرمون در اومد ولی گرفتیم. حالا ببینیم امسال وضعیت چگونه است. منتها به هر حال برای کلاس سرید مجزا هر استادی داره، منم هر چند هفته یه بار اینو دارم اعلام میکنم بهتون، قبلش مثلا یه هفته دو هفته قبل اعلام میکنم. اوکی خب دیگه شروع کنیم ان شاء الله. بریم سر جزوه. من بچه‌ها میدونم همتون مشتاق هستید ببینید که مبحث درس 11 ام چیست. هر دفعه من این جمله رو میگم سر کلاسام که ببینید همین دوربین، هر دفعه میگم که میدونم مشتاق هستید، خب همه یهو قیافشون میره تو هم دیگه، یعنی انگار این مشتاق درست معکوس، اصلا هیچ اشتیاقی وجود نداره. خب بچه‌ها جام شانسی 11ام فعلا داریم جزوه بچه‌ها شماره 1 رو کار می‌کنیم که درس 1 است. گفتم معمولا هر جزوه‌ای یکی دو جلسه ای، ممکنه حتی بیشتر هم مثلا تا 3 جلسه هم بشه که روش کار بکنیم. درس 1 بچه‌ها که می‌خوایم کار بکنیم، در واقع من رنگا معمولا این چیز می‌ذارم که پرسپولیس استقلالی نشه، دعوا نشه و اینا، به پیرانم نگاه نکنید، طرفدار هیچ کدوم نیستم. من زرد می‌ذارم معمولا که بهتر روی مشکی چیز میشه. بچه‌ها اگه رنگ مثلا به نظرتون رسید رنگ بهتریه پیشنهاد بدید من عوض کنم، ولی هر چی امتحان کردیم معمولا زرد و سبز بهتر جواب میداده. آره خب بریم بچه‌ها مبحث درس 1 رو کار بکنیم و ببینیم که وضعیت درس چگونه هستش. اولا یه مقدمه اینجا داریم بچه‌ها، عنوان درس هست جهان فرهنگی. دوستان ببینید
اینو تا فراموش نکردم بگم بهتون، اول جزوه کار میکنیم بعد کتابو میبینیم ما بچه‌ها، یعنی انتظار نشه بشید الان کتاب درسی رو ببینیم، آخر جزوه در آخر کارمون میریم سراغ کتاب درسی مباحث رو، یعنی درس که کامل شد بعد یه تورقی توی کتاب درسی میکنیم. اوکی، بنابراین الان فعلا بخش جزوه رو میخوایم کار بکنیم. ما بچه‌ها وقتی که میخوایم راجع به مبحث جهان فرهنگی صحبت کنیم، اول باید راجع به خود کلمه فرهنگ صحبت کنیم. فارغ از اینکه تو دهم چه تعریفی برای این شده، اینجا ما جهان فرهنگی رو با فرهنگ، با جهان اجتماعی معادل هم به کار میبریم که اینا البته یکی نیست، منم میدونم، یعنی جهان فرهنگی با کلمه فرهنگ یکی نیست لزوماً، عیناً تو تعریف ممکنه که مثلا یکی نباشه، با جهان اجتماعی مثلا یکی نیست، ولی ما به صورت اصطلاحی اینا رو معادل هم به کار میبریم. خب پس تو تست هم اگر اومد حتی تو تشریحی میتونه که معادل هم به کار بره. وقتی که بچه شما یه فرهنگ رو میخواید بررسی بکنید، یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که بدونید در دل فرهنگ چی میگذره. یعنی شما وقتی منو میبینید باید بدونید پس ذهن من، توی مغز من چیه. فرهنگ هم همینجوره، ما باید بدونیم در واقع در دلش، در مغزش، در ریشش در واقع چی فکر میکنه. بنابراین همیشه ما بچه ها، چون میدونید فرهنگ یه سری روبنا داره، یه سری ظاهر داره، خب مثلا هنجارهایی که داره، یادتونه دهم داشتیم، حالا دوستانی که گفتن دهم رو نمیخونی، نه اینجا خیلی به دهم رجوع میکنیم، من همینجوری دارم توضیح میدم، اونا هم یادتون میاد. در واقع ما یه چیز داشتیم به اسم لایه های سطحی، یادتون باشه توی چیزی توی دهم. خب بیا اینجا دقیقه لایه های سطحی اگه خاطرتون باشه، این لایه های فرهنگ رو ببینید یا جهان اجتماعی رو، اینا دوتا بود دیگه، یکی سطحی و یکی هم عمیق، که این میشد بچه ها هنجار و نماد و این هم میشد عقاید و ارزش ها. الان اون دوستانی که آشیان میگن این بیگدریه که چیز بود، شکمش کنده بود، خطش هم بده، همه میدونن خط محمده، این هم نگه یارو چیز بود، سام بود، سام درخشانی بود، همه میدونن، این هم همه میدونن، نگران نباشید، معروف اصلا خط من خیلی مزخرفه. بچه ها ببینید، اتا سعی میکنم مرتب تر بنویسم. معمولا لایه های فرهنگ یا جهان اجتماعی دو لایه است، عقاید و ارزش ها، هنجار ها و نماد ها. هنجار و نماد لایه های سطحیه، مثل رویه بیرونیه در واقع فرهنگه. خب اون چیزیست که ما میبینیم، هنجارها رو ما میبینیم، مثلا نحوه پوشش آدم ها، نحوه سلام کردنشون، برخوردشون با هم دیگه، اینا رو ما میبینیم، این لایه های سطحیست. اون چیزی که ما نمیبینیم عقاید و ارزش هاست، اون چیزی که پس در واقع فرهنگ وجود داره، و این رو مجبوریم که بچه برای اینکه بفهمیم پرسش های جوره فرهنگ قرار بدیم، بهش میگن پرسش بنیادی. در واقع این خود انسان که شما یک جسم دارید که دیده میشود، حالا لباس پوشیده، نمیدونم سر و صورتش، نمیدونم رنگ، نمیدونم چشش، رنگ، نمیدونم پوستش، قدش، فلان، و یک ذهن و حالا بگیم روح، آنچه که در حالا میدونم اینا رو باید جدا کنیم، ما نمیخوام وارد مباحث انسان شناسی نشیم، یه ذهن و روح داریم که درون در واقع اون فرد هست، درونیات اون فرد هستش، پس این جسم هستش، پس این چهره هست. اون رو ما نمیتونیم که همون اول که میبینیم طرف رو مثلا بگیم که خب آقا این الان روحش مثلا همچه اعتقادی داره، مثلا فرض کنیم در روحش داره و اینا، نمیدونم در ذهنش این داره میگذره، ما نمیدونیم واقعا. چجوری میفهمیم؟ با پرسشه که در برابرش قرار میدیم. فرهنگ هم همینجوره در واقع، برای اینکه روح فرهنگ یا به قول کتابتون اساس و شالوده فرهنگو بشناسیم، پرسش بنیادی ازش میکنیم در سه سطح. در واقع فرهنگ پاسخهایی که به ما میده به این پرسش‌های بنیادی میشه روح یا شالودش. تازه اونجا میفهمیم، بیاین دم وال بچه‌ها، بیاین دم وال، تازه اونجا میفهمیم چند مرده حلاجه. فرهنگ، هر فرهنگی به این پرسش‌های بشری پاسخ میدهد. الان میگم پرسش‌ها چیه ها، حداقل در این سه سطح باید پاسخ بده، باید بگی چی جوابش چیه. خب و از جواباش میتونیم بفهمیم چی فکر میکنه. جالب، فصل دوم که راجع به غرب میخوایم صحبت کنیم، دقیقا همینا رو مطرح میکنیم و بعد دونه دونه بررسی میکنیم که آقا غرب به این سوال اینو میگه، به این سوال اینو میگه، به این سوال اینو میگه. البته جهان اسلام هم مطرح میشه لابلا شاکه مثلا چه جوابایی میده، ولی خب اصل چون بحثمون تو این کتاب بیشتر راجع به نظام جهانی و اینهاست، میخوایم بیشتر راجع به غرب صحبت بکنیم دیگه. خب من تصویر که خارج هستم ان شاء الله. خب پس در عمیق‌ترین لایه‌های هر فرهنگ این پاسخ‌هایی که به سبب بنیادی‌ترین پرسش‌های بشر داده شده قرار گرفته و ما با طرح این پرسش‌ها و فهمیدن پاسخ فرهنگ می‌تونیم روح یا شالوده فرهنگ رو بشناسیم.
پس میتونم اینجوری بگم که پاسخ فرهنگ به پرسش های بنیادین به مثابه یا شبیه یا همانند روح و شالوده فرهنگ اساس، شالوده اساس بچه ها، بنیان، روح فرهنگ رو از اینجا میتونیم بفهمیم. خب هنوز زمان دارم دیگه. پرسش ها چی هستش؟ حتما کنجکاوی بدونیم این پرسش ها چیه. ما در سه سطح از فرهنگ سوال میکنیم، در سه سطح. یک، سطح هستی شناسی. یعنی چی؟ یعنی نگاه فرهنگ به هستی چیست، به جهان هستی. سوال اینه، آیا جهان هستی صرفا مادی است؟ باید ببینیم فرهنگ چی میگه. پس سوال اولمون اینه، آقای فرهنگ، خانم فرهنگ، آقای فرهنگ، خانم فرهنگ، آیا جهان هستی صرفا مادی است یا چیز دیگری هم وجود داره؟ معنویات، حالا یا هرچی. انسان شناسی، انسان مختار است یا مجبور؟ فعال است یا منفعل؟ اکتیو یا پسیو؟ تصمیم میگیره یا براش تصمیم میگیرن؟ هم مبحث معروف جبر و اختیار. آیا انسان مختار است یا مجبور؟ فعال است یا منفعل؟ اینا رو بعد میرم پای چیز میگم تا قبل از کلاس تموم شه، پای یادم رفت اصلا کلا. آره پای وال میرم میگم، از بالا گفتم میگم پای وال میرم حتما میگم. فعلا یه سی تاشو ببینیم مطلبشو. معرفت شناسی چیه؟ معرفت شناسی یعنی روش شناخت. اینجا پرسش اینه، آیا روش شناخت صرفا حس و تجربه است؟ و به صرفاش دقت کنید بچه ها، آیا روش شناخت صرفا حس و تجربه است؟ بیان اینجا بیدین در بال، بیان والا دستم ناراحت شدم، یه اسم منو یادت رفت دیگه، نامرد، این همه میای این کنار بابا میسی. خب قهر کرده بابا. ببینید بچه ها، ما به هر فرهنگی که نگاه بکنیم میبینیم که پاسخهایی برای پرسشهای بنیادی داره و این پاسخها که به پرسشهای بنیادی داده شده عمیقترین لایه فرهنگ، یعنی عقاید و ارزشهای فرهنگ رو اوریان میکنه، نشون میده، متوجه میشیم که چی فکر میکنه. در واقع این پاسخها و پرسشها روح یا شالوده فرهنگ رو میسازه. اینها هستن که نشون میدن عقاید یا تصویر بنیادی فرهنگ از جهان، از انسان چیست. این سه پرسش اینها هستن. در سطح هستی شناسی از فرهنگ میپرسیم آیا جهان هستی صرفا مادی است؟ پاسخ او نشون میده که چه نگاهی به جهان داره. در سطح انسان شناسی، آیا انسان تصمیم میگیره یا براش تصمیم میگیرن؟ مختار یا مجبور؟ فعال یا منفعل؟ جواب او نشون میده که چی فکر میکنه راجع به انسان، به اصطلاح چند مرد حلاجه. و در سطح معرفت شناسی ازش میپرسیم آیا جهان رو میخوای بشناسی؟ فقط از طریق حس و تجربه میشناسی یا روش های دیگر هم داری؟ پاسخ او نشون میده که چه نگاهی به روش شناخت داره. درست شد؟ خب چی باعث میشه که فرهنگ ها متفاوت بشن بچه ها؟ چی؟ پاسخ های متفاوتی که فرهنگ ها میدن به این پرسش ها. غرب یه پاسخ داره، اسلام یه پاسخ داره، چین یه پاسخ داره، هند یه پاسخ داره که لزوماً با هم دیگه یکسان نیست. پس پاسخ‌های متفاوت، تصویرم خوبه؟ پاسخ‌های متفاوتی که فرهنگ‌ها به این پرسش‌ها می‌دهند نشون میده که این فرهنگ‌ها چی فکر می‌کنن. در واقع فرهنگ‌های مختلف تفاوتی که با هم دارن از همین جاست، از پاسخ‌های متفاوت به این پرسش‌ها. این باعث میشه عقاید و ارزش‌ها و هنجارها و فلان همه چی متفاوت بشه. پس آنچه جهان‌های فرهنگی مختلف را می‌سازد، پاسخ‌هایی است که این جهان‌های فرهنگی به چی میدن؟ به پرسش‌های اساسی. یه رابطه است. پاسخ‌های متفاوت جهان‌های فرهنگی یا جهان اجتماعی به پرسش‌های اساسی باعث میشه که ما
جهانهای فرهنگی مختلف داشته باشه. بچه من دیگه تایم نگاه میکنم زمان خاصی نداریم. از بچه‌ها خواهش میکنم یک ثانیه به من اجازه بدم من این روشو بخونم فقط اونجایی که نوشتم و دیگه تموم کنیم کلاس رو. گفتیم لایه‌های فرهنگ بچه‌ها یا لایه‌های جهان اجتماعی سطحی و عمیق هستن، هنجار و نباد میشه سطحی، عمیق عقاید و ارزش‌ها. و گفتیم پاسخ فرهنگ به پرسش‌های بنیادین به مثابه روح یا شالوده فرهنگ، در واقع اون تصویر فرهنگ رو از انسان و جهان می‌سازه. این پرسش‌ها یکی هستی شناسی، آیا جهان هستی صرفاً مادی است؟ انسان شناسی، آیا انسان مختار است یا مجبور، فعال است یا منفعل؟ و معرفت شناسی، آیا روش شناخت صرفاً حس و تجربه است یا روش‌های دیگر هم داریم؟ پاسخ‌هایی که فرهنگ‌ها میدن تفاوتشون رو ایجاد می‌کنه. مرسی بچه‌ها، متشکرم از حضورتون در جلسه اول. می‌دونم حجم کمی کار کردیم، خیلی اشتیاق درس داشتید حتماً. انشالله که بیشتریش اشتیاقتون بمونه، در جلسات بعدی خدمتتون خواهیم بود. این جلسه البته به صورت تمام عام بود، همه دوستان میتونستن ببینن و در دسترس هست. از جلسه بعد دیگه انشالله بچه‌ها که ثبت نامی هستن در خدمتشون هستیم. و عزیزانم لطفاً حتماً این جلسه رو یه مروری داشته باشن، مطالب و سوالا رو ببینن، مطالبی که گفتم. اگر اگه سوالی چیزی مطرح شد انشالله جلسه بعد مطرح کنن و دیگه وارد کار رسمی میشیم. دو جلسه تو تابستون داریم و بعد انشالله دیگه از مهر ادامه خواهیم داد. ابر بچه‌های خوب سوئیچرم خیلی ممنونم که اینجا بودن. عذرخواهی می‌کنم بابت تأخیر اولیه که اتفاق افتاد، که به دوستان گفتم در واقع یه تصادفی سر راه من اتفاق افتاد، به خاطر همین در واقع دیر رسیدم. و انشالله که همیشه تندرست باشین. انشالله سعی می‌کنم از هفته آینده روتین سر ساعت خودمون خدمتتون باشیم. تا هفته آینده موفق باشین، شاد و پیروز، در کنار خانواده مراقب خودتون باشید. خیلی بچه‌ها تندرست و شادکام باشید. خداحافظ.